به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. جلسه 18 و پایانی از سلسله جلسات فلسفه هایدگر رو آغاز میکنیم. من ابتداعا راجع به پرسش های چندی که طی این 2 هفته به دستم رسیده و یادداشت کرده ام نکاتی رو توضیح می دهم و بعد تکمله بحثم در باب سپهری و هایدگر رو با محوریت مفهوم تکنولوژی که هم از بحث های سابق ما مانده است و هم ذیل آن من بهتر می توانم این تفاوت و تقابل رو در آراء این 2 سالک مدرن توضیح بدهم و البته که تصویر و تلقی ما از تکنولوژی در فلسفه هایدگر هم روشنتر می شود. و در انتها عرض می شود که پاره ملاحظات انتقادی خود راجع به هایدگر رو هم که پیشتر وعده کرده بودم در این جلسات، در جلسات ابتدایی به بحث می گذارم، چون خب جلسه آخر است و دوستان هم محبت میکنند و حوصله میکنند. ممکنه این جلسه به درازا بیانجامد، قدری بیش از جلسات پیشین، اما خب چون جلسه آخر است و بعد هم مشتاقم از ملاحظات دوستان بهرمند بشویم، بحث رو اینگونه پی میگیرم. خب یکی 2 سوال که اتفاقا به سلوک سیاسی هایدگر هم معطوفه که من البته یادداشت کرده ام در انتهای بحث امروز بهش بپردازم و داوری های خود نهایتا ذکر بکنم، فقط در ابتدا از این حیث این رو ذکر میکنم که به من چند نفر نوشته اند و مبسوط توضیح دادند که فلانی شما در نوشته ها و گفته ها و خصوصا در این درس گفتار فلسفه هایدگر او رو 1 سالک مدرن معرفی کرده، که خب این از مفاهیمی است که شما به کار میبرید و این رو راجع به افراد متعددی به کار بسته اید. با توجه به کارنامه سیاسی هایدگر و احیانا اون داوری منفی که راجع به اون میشه داشت، آیا او همچنان سالک مدرن به مثل سپهری که اون کارنامه سیاسی آنچنانی نداشته، داریوش شایگان که نداشته، جان هی که نداشته ببخشید، و آیا میشه همین رو بر هایدگر بار کرد با عنایت به آنچه که در زندگی او رفته است؟ من چنان که اشاره کردم و در آن جلسات هم به جای خود به تفصیل به کارنامه سیاسی هایدگر پرداختیم، در انتها ملاحظاتم رو راجع به اون میارم. اما به این پرسشی که چند نفر پرسیده بودن از من اجازه بدید این گونه پاسخ بدهم که سالک مدرن هم یه آدم متوسط الحاله، حالا به این معنا که دغدغه های ژرف اگزیستنسیل البته داره، عرض می شود که آدمی است که با جهان جدید آشناس، گشوده است به جهان جدید چنان که من تعبیر کردم به لحاظ معرفتی. اما این که میگم متوسط الحاله، اون معنای حافظیش رو به کار میبرم که دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب. سالک مدرن و سلوک مدرن به روایت من یه امر نخبه‌گرایانه نیست. به همین خاطر هم میشه از کسی علل اصول خطاهایی سر بزن. البته ابعاد داره خطا. یه وقت من در زندگی خودم به کسی ظلم میکنم یا دیده‌ای رو نادیده میکنم یا دروغی میگم یا پرونده سازی میکنم برای یه نفر یا برای نزدیکانم، یه وقت هست در ابعاد کلانتر این رو من توجه دارم و بستگی داره به داوری ما راجع به کارنامه یک فرد در مجموع. من آنچه که بیشتر راجع به این سالکان مدرن مطمئن نظرم بوده در بحث، اون نگاهشون به جهان و در این مصادیق هم طیفی وجود داره البته، و این پرسش این دوستان پرسش مشروعی علل اصول، یعنی از من بپرسید من شخصیت هایدگر رو، خصوصا هایدگری که در دوره ریاست دانشگاه فرایبورگ بود و پا
پاره از این کارها یا پاره از نوشته هاش رو دوست ندارم اصلا. و شخصیت کسی مثل سپهری رو یا هیک رو بسی بسی بیشتر دوست دارم. و میشه در باب زندگی افراد هم ما داوری خودمون رو داشته باشیم، اما حساب این داوری ها از حساب نگاه و نگرش و آنچه که از ایشان بر جای مانده به لحاظ نظام معرفتی جداست. از کارهای هایدگر میشه استفاده های بسیار کرد. به نزد من با نگارش اثر نبوغامیز هستی و زمان و آنچه که در باب تکنولوژی گفته، در باب خدا گفته که به تفصیل بهش پرداخته این جلسات دیگر، جلسات پیشین، این یه سایه انسانیه با اون پیشینه مسیحی که داشته، سالک مدرنه با همه توضیحاتی که سالک مدرن دارد و من آورده‌ام و بنای تکرارش رو ندارم. در این حال میشه خطاهای او رو در سلوک عملی در زندگیش هم اونایی که ما میدانیم رو سراغ بگیم و به لحاظ شخصی هم بگیم بالمثل سالکان مدرن دیگری رو ما میپسندیم و مشیشون رو بر میکشیم. این علل اصول در جای خود، اما چنان که توضیح دادم اون نگاه من در مقام توضیح این که کسی سالک مدرن یا نیست، اون نگاه و نگرشی که به جهان پیرامون داره و نسبتی که با مدرنیته، مدرنیزاسیون از می شود، امر معنوی، امکان پذیری امر معنوی در جهان رازدائی شده و گشوده بودن به قول او به هستی و از خفای هستی به در آمدن یا unconcealment of being، اینا به نظرم کسی رو سالک مدرن میکنه. در این حال من عنایت دارم که امر اخلاقی هم یکی از مؤلفه هایی بوده که من در اون سلسله مقالات دهگانه به تفصیل بهش پرداختم. میشه این رو هم مقوله به تشکیک دانست. خب خود او، حالا در انتها بیشتر توضیح خواهم داد که چه درک و تصویری داشت از کاری که در اون ایام کرده است و به هر حال روایت او با روایت برخی متفاوته. من در اینجا داوری قطعی نمیخوام بکنم، مبتنی بر آراء او، فقط اون بخش آراء یهود ستیزانه او و آنتیسمیتیکش، البته چنان که بعدها در نوشته‌های هایدگر در آمده، اونا خب امر دلازاریه انصافاً و با سلوک معنوی نسبت وسیقی نداره. اما از اونها که در گذریم به لحاظ نظری و آنچه که در نسبت میانه با سنت و جهان جدید و گشودگی و امر معنوی به حساب میاد، به نظرم میشه هایدگر رو یک سالک مدرن انگاشت. در ادامه من توضیحات تکمیلی که راجع به مرگ و تکنولوژی میده، همچنان که پیشتر هم دیده ایم، این امر رو نظرن به ما نشان میدهد که با چنین متفکر و سالکی به تعبیر من مواجه. خب اگر یادتون باشه من نوبت گذشته در باب سپهری و هایدگر به تفصیل سخن گفتم و آراء این دو متفکر شاعر رو راجع به زمان، امر متعالی، مرگ، تکنولوژی برشمردم و سوبژکتیویسم دکارتی، شبانی وجود، حرکت از سمت دازاین به زاین، همه اینها رو تفصیلاً ذکر کردم که موارد جالبی است در مقام قرابتی که میان این دو وجود داره. اجازه بدید من پیش از اینکه بحث از تکنولوژی هایدگری و قیاس آن با سهراب رو بر بگیرم، به مثابه حسن ختام این دوره، یک نقل قولی براتون بخوانم از داریوش شایگان در کتاب فانوس جادویی زمان. چون ما راجع به مفهوم زمان نوبت پیشین به تفصیل سخن گفتم، به تفصیل سخن گفتیم و بحث کردیم، فکر میکنم این در جای خود جالب باشه، از این حیث که تصویر سالک مدرن از زمان رو و در اینجا مشخصا هایدگر رو و در کنار او سپهری رو برمیکشه. خب البته این سخنان رو شایگان در حق مارسل پروست آورده است، قهرمان و نویسنده کتاب در جستجوی زمان از دست رفت، که این کتاب هم فانوس جادویی زمان که پیشنهاد میکنم به دوستان
اگر نخواندن اون رو در مطالعه بگیرن، در مقام شرح این رمان درخشان و بلند قرن بیستمی است که چنان که باید قدرش در میان ما فارسی زبانان شناخته نشده است و الحق و الانصاف جناب شایگان فقید عرض می شود که آستین همت بالا زد و این اثر رو نوشت. خب جایی راجع به حماسه مدرن که میخواد سخن بگه شایگان در حق پروست اشاره میکنه به مفهوم زمان. این رو شما به مثابه تکمله یه بحث نوبت پیش میگوید که پروست خالق حماسه مدرن است. جستجو نوعی سیر و سلوک انسان مدرن است. سیر و سلوکی که وجهی دنیوی دارد. به عبارت دیگر این سیر و سلوک در دنیایی به وقوع می‌پیوندد که هنجارهای متافیزیکی آن به کلی برهم ریخته. ازل و ابد جابجا شد و انسان سرگشته در این دنیا حقیقت مطلقی می‌جوید. ولی مسیر کاوش انسان پوستی جاده عرفان سنتی نیست، چنان که در برخی از رسائل خودمان آمده است، از جمله حی ابن یقظان ابن سینا، برخی رسالات عرفانی سهروردی یا منطق الطیر عطار. اینجا هنر جانشین عرفان می شود و بر اریکه الوهیت جلوس می کند. هنرمند به سان سالکی پی طریق می کند و مراحل و منازلی را پشت سر می گذارد که مدارج آن برخلاف آثار عرفانی سعودی نیست. آثار عرفانی سنتی مرادش. خب نتیجه سیر و سلوک چه از دیدگاه سنتی عرفان و چه از منظر سیر و سلوک انسان مدرن وصول به بیزمانی مطلق است. بیزمانی مطلق در اینجا نه به وساطت مختصات متافیزیکی معروف که به یمن تعمق در جوهر هنر حاصل می شود. قصه بیزمانی که اینجا شایگان ازش یاد می کنه و در باب پروست اون رو به کار می بره، یکی از اون نکاتی است که یا ما حاصل بحثی است که به نوعی ما نوبت پیشین راجع به زمان داشتیم و توضیح میدادیم که به چه معنا وقتی سهراب میگه زمان بر سر ما میبارید و دوکران خود رو هر لحظه میآفرینیم، چگونه زمان میتونه با اون تلقی متعارف و مألوف ما از زمان که توضیحش رو تفصیلا آوردن متفاوت باشه. و این روایتی که اینجا شایگان میکنه و توضیحی که راجع به بیکرانگی میده مؤید همین امر است که وصول به بیزمانی مطلق، به وصول به بیزمانی مطلق با اون روایتی که از زمان داشتیم نوبت پیشین و روایتی که هایدگر از ارتباط وثیق دازاین و زمان یاد میکنه، همچنان که سهراب از احاطه و اشراف بر زمان به جای محاط بودن آن در زمان قرابتی داره. این اون بیزمانی مطلق که با خود ما و اگزیستانس ما ارتباط وثیقی داره و فرد به میزانی که به این عمل اشتغال داره یا به تعبیر شایگان یک سیر و سلوکی که سالک مدرن میکنه، این خودش در این میان محوریت داره. خب از سهراب خواندم براتون دوبت پیشین و میدانید که میگفت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. ریه را از ابدیت برو خالی بکنیم، بار را از دوش پرستو به زمین بگذاریم، روی پای تر باران به بلندی محبت برویم. این مؤلفه ها و نهایتاً کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بود. پی آواز حقیقت دویدن با این روایت شایگان که جستجوگری از مقومات سلوک و سیر و سلوک انسان مدرن به قول او، با این در پی آواز حقیقت دویدن که حد یقیفی براش متصور و مترتب نیست تناسب زیادی. خب از این در گذریم. من راجع به قصه مرگ، آگاهی به تفصیل نوبت پیشین سخن گفتم. این تکمله ای بود برای بر مفهوم زمان که هفته گذشته بحث کردیم. راجع به مرگ آگاهی و ترس آگاهی دوستان خاطرشون هست که به تفصیل سخن گفتیم. در این حال
من بعد که نگاه میکردم و یادداشت های خود رو مرور میکردم، دیدم که یک مقوله ای از نسبت میان مرگ آگاهی و ترس آگاهی در هایدگر و احیانا استشهادی به پاره از اشعار سپهری که خب ذیل مفهوم ترس آگاهی میشه اون رو صورت بندی کرد، شاید خالی از لطف نباشه. نکته ای که نوبت پیشین من بران انگشت تأکید ننهاد. خب توجه دارید و عزیزان تفتون دارن که بحث از دازاین اصیل و دازاین غیر اصیل از مقومات بحث های دیگر است. دازاین غیر اصیل در زندگی روزمره یا به قول او در ابتذال روزمره غرق میشه، اهل پرچانگیه و قیاس کردن خود با امرو زیده. این از مؤلفه های دازاین غیر اصیل و به تعبیر هایدگر فرد کسی که دازاین غیر اصیله حس گمگشتگی و عدم مالکیت و حتی احساس خیانت به خود رو میتونه تجربه کنه. در جای خود به تفصیل اینها رو توضیح دادم، فقط یادآوری میکنم و توضیح میدهم که دازاین غیر اصیل این مؤلفه ها رو و بعد دلهره ها و تنهایی هاش هم در هستی از این دست و جهان رو توهی میده. توهی دیدن عالم ایجاد استراب و ترس برای او، اما نه به معنای اگزیستنشیل و فلسفی، بلکه اینقدر درگیر پرچانگی ها و قیاس های با امر و زید و ابتذال روزمره است. حالا تعبیر وراجی هم در فارسی برای این سخنه های دیگه به کار رفته است. علاوه ای حاله اینا همه در دازاین غیر اصیل و همه اینها او را از ترس آگاهی باز میده. ترس آگاهی شرط اول قدمه که دازاین اصیل مواجه میشه با بیکرانگی و به مرگ اندیشی رفته رفته پای میده. شرط اول قدم اینجا ترس آگاهی و ترس در اینجا همون مفهوم اگزیستنشیل دلهوره است، یعنی ترس وجودی، دلهوره وجودی راجع به این که ما رونده به کدام سمت هستیم و برخلاف اون نگرانی هایی که حاصل وراجی هاست، حاصل قیاس های رهزنه، حاصل زیستن در کسبت دازاین نااصیله، ترس آگاهی به روایت هایدگر شرط اول قدم است برای اینکه فرد ارتفاع بگیرد و در باب سرنوشت محتوم خودش از منظر دیگری سخن بگوید و تأمل بکند. خب ترس آگاهی بعد به مرگ آگاهی میرسه، البته که دربارش به تفصیل سخن گفتیم هم نوبت پیشین هم در جای خود جلسات قبل. اما خود ترس آگاهی و بعد اینکه دازاین اصیل در حین اینکه اذعان میکنه که رونده به سمت نیستیه و اینکه مرگ شیوه‌ای از بودنه، میپذیره که مرگ یک رخداد اصیلی نی که زمانی در آینده رو میده، بلکه یه ساختاری بنیادی و جدایی ناپذیر از در جهان بودنشه. یادتونه دیگه مفهوم being in the world. مرگ یه ساختاری وجودی و درونی داره، یعنی از به این معنا، یعنی با اگزیستانس ما گره بود، با اگزیستانس ماست این رونده به سمت نیستی بودن. و هرچه که فرد ترس آگاهیش بیشتر میشه، راه پیدا میکنه به مرگ آگاه شدن در نظام هایدگر و اینا وقتی رخ میده که از اون زندگی متعارف که ذکر کردم فرد فاصله بگیره و احساس خیانت به خود، حس گمگشتگی و عدم مالکیت خود رو فرو بنهد. خب راجع به اون فقرات صدای پای آب و ارتباط مرگ و زندگی و اینکه به تعبیر هایدگر مرگ شیوه‌ای از بودنه و با اگزیستانس ما گره خورده و ارتباط ساختاری داره، نوبت پیشین نکاتی رو ذکر کردم. آنچه که امروز مایلم اضافه کنم و به یکی از اشعاری که با
مفهوم ترس آگاهی هایدگر قرابتی داره بپردازم، عبارت است از شعر نشانی که به نوعی قصه ترس آگاهی رو به نزد من خوب به تصویر کشیده است. هرچند که خب همانطور که نه از نقد سوبژکتیویسم دکارتی در آثار سپهری نشانی میشه یافت و اون مواجهه بیواسطه با هستی non-conceptual confrontation with the world رو که ذکر کردم رو میشه مستفاد کرد از آثار او و شعر فیلمثل از آبها به بعد و دیگر اشعار رو متناسب با آن انگاشت، اینجا هم همینطور از تعبیر ترس استفاده کرده سهراب یا ترس شفاف، اما نه عیناً به معنای یعنی عیناً تعابیر هایدگر رو به کار بسته باشه، نه. پس ترس آگاهی برخلاف ترس های متعارف ما متعلق نداره، توجه می فرمایید، در نظام هایدگری. یعنی اگه من می هراسم که شغلم رو اول ماه از دست بدم، می هراسم که فلانی راجع به من این رو بگه، می هراسم که بچه‌ام فلان بشود، برادرم بهمان بشود، که همه ترس های متعارف و معقولیه. سخن بر سر تخفیف این ترس ها نیست، یعنی بخشی از این دلهوره ها و نگرانی هایی که زندگی ما به اونها گره خورده. پیش از شروع جلسه با دوستان راجع به وضعیت وخیم کرونا داخل کشور سخن می گفتیم و اینکه روزی بالغ بر 400 کشته می دهد و متاسفانه قربانی می گیرد. امیدواریم البته دوستان ما، هموطنان ما، عزیزانی که این فایل صوتی رو میشنوند تا جایی که میتوانند در زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بکوشند تا از میزان ابتلای به این بیماری خصوصا داخل کشور کاسته شود، با عنایت به زحمات طاقت فرسای کادر محترم درمان و تلاشی که میکنند برای بهبود امثال من و شما، جانشون رو کف دستشون گرفتن. باری امیدواریم و آرزو میکنیم و درخواست میکنیم از عزیزان. در این حال این یکی از نگرانی های متعارفه. 100 سال پیش بحث آنفولانزا بوده، یه برهه جنگ جهانی اول و دوم بوده، یه برهه خود ما جنگ 8 ساله ایران و عراق رو داشتیم و قص علا هازا. از این دست نگرانی ها در سطح کلان و نگرانی های فردی راجع به سلامت خود، شغل خود، درآمد خود، قرضی که داره به امر و زید و فرزند خود، خواهر خود، برادر خود، اینا تماما از جمله نگرانی های متعارفن، اضطراب های متعارف. اما ترس آگاهی که ازش هایدگر یاد میکنه و از پی آن مرگ آگاهی میاد، ترسی است که متعلق نداره، بلکه نفس این بودنه و اندیشیدن به بودنه، یا از تعابیر اوین یالوم بخوام استفاده کنم، مسلمات هستی چهارگانه است که فرد رو متفتن میکنه به این ترسی که در درون خود تجربه میکنه. و این ترس امر مبارکی است به این معنا که فرد رو سوق میده به پیش رفتن و اندیشیدن ژرف‌تر. خب یه جور دغدغه های اگزیستنشیل و ترس وجودی به توضیح. حالا با این توضیحات شما شعر نشانی سپهری رو که از اشعار درخشان در دفتر حجم سبز هست رو و احتمالاً پاره‌ای از فقراتش رو از فرط شهرت دوستان به خاطر داشته باشند دوباره مرور بکنیم با یکدیگر. همون شعری که عباس کیارستمی هم فیلم خانه دوست کجاست رو از این شعر گرفته. شعری که با خانه دوست کجاست آغاز میشه و با خانه دوست کجاست تمام میشه. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوام. آسمان مکسی کرد، ره گذر شاخه نوری که به لبداش به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آید. پس به سمت گل تنهایی می پیچی.
دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین میمان و تو را ترسی شفاف فرام در صمیمیت سیال فضا خشخشی میشه کودکی می رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او میپرسی خانه دوست کجاست. خب شعر انصافا در اوج و مضامین بلندی داره که مجال بحث در باب اون رو اینجا نداریم. من در جای خودش راجع به این شعر مشخصا سخن گفتم که قرار در یکی از نشریات و فصلنامه‌های ادبی داخل کشور منتشر شه طی هفته‌های آتی. باری یعنی از من خواستن یک شعر رو انتخاب کنم و درباره‌اش سخن بگویم در ویژه‌نامه‌ای که در دست انتشار دارم، من این شعر رو انتخاب کردم و خب المان‌هایی داره، به نظرم تنین جدی پررنگی داره، بحث بلوغ و از پشت بلوغ به در آمدن، یه جور فراتر رفتن از یتیم شدگی به معنای یونگی رو کاملا تداعی میکنه و این خانش هم با توجه به یادداشت‌های شخصی سپهری که یونگ و هایدگر میخوانده است و با اونها آشنا بوده امر غریب و نامتعارفی نیست. باری به این قصهش اشاره بکنم که به بحث ما مربوطه. پس به سمت گل تنهایی میپیچی دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین میمانی و تو را ترسی شفاف برام. ببینید این ترس شفافه، متعلقم نداره به توضیحی گفتم، اون شفافیش هم از ژرفنای این ترس حکایت میکنه و از مواجه شدن با هستی وقتی که شخص تنهایی رو تجربه کرد و از پشت بلوغ سر به در آورده است. می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در گرفت. این با مفهوم اندیویجویشن و تفرد یا فردیت یونگی در تناسب پیچیدن به سمت گل تنهایی و این ترس شفاف رو تجربه کردن. ترس آگاهی که هایدگر ازش سخن میگه با این ترس شفاف کاملا در تناسب و از یه جنسه به توضیح که آورد و این مقدمه برای مرگ آگاهی، مقدمه برای اینکه فرد به توضیح که آمده و میدانید خب نسبت خودش رو با مرگ و سرنوشت محتومش تنظیم بکنه و رقم بزنه. خب به این معناست که مفهوم ترس آگاهی هم اهمیتی داره در نظام فلسفی معنوی هایدگر و هم در کار تطبیق سپهری و هایدگر که گفتم نوبت پیشین انشالله یکی از جستارهای اون کتاب از سهروردی تا سپهری خواهد بود و سال آینده به شرط حیات منتشر میشه. من در مقام تکمله آن ذکر این نکته رو ضروری دیدم و خالی از لطف نیاد. خب بریم به سر وقت تکنولوژی و تکمله مباحث ما در باب تکنولوژی و قیاسی هم از همین حیث با سپهری من هایدگر رو بکنم. نوبت پیشین هم این کار رو انجام دادیم اما تفاوتهاش رو من یادداشت کرده بودم که این نوبت بهش بپردازم و از طریق تعرف الاشیاء و از داده ها هم خود هایدگر رو بهتر بفهمیم و هم نمونه بومی که از حیثی هم داستانه با هایدگر و از جایی به بعد متفاوت میشه رو بهتر درک. اگر یادتون باشه نوبت پیشین که راجع به هایدگر و تکنولوژی سخن میگفتیم من دو تا سه تا مفهوم رو ذکر کردم که در کتاب پرسش از تکنولوژی هایدگر آمده است و همچنین در آثار هایدگر متأخر توسط. یکی مفهوم الیسیا اگر یادتون باشه، یا الیتیا، که عبارت هست از حقیقت در پرسش از تکنولوژی از این یاد میکنه یا بگوییم انکشاف و توضیح دادم چه تفاوتی داره حقیقت با صدق. خاطرتون هستی که اونها رو تکرار نمیکنم. تفاوت ریالیتی که حقیقت باشه و تروث که صدق باشه در فلسفه جدید و اون مواجه شدن با هستی که مطمح نظرهای دیگه. الیسیا رو ذکر کردم، تخنه رو یاد کردم که در واقع
ریشه تکنولوژی به تعبیر هایدگر و میگه که این تکنیکون بوده در زبان یونانی و اینا همه از تخنه در انگلیسی T-E-C-H-N-E گرفته شد. تخنه هر نوع پدید آوردنی یا فرا آوردنی رو شامل میشه. هم خود هایدگر این رو آورده، شما در آثار شارحان اون که من نگاه میکردم میبینید که به این اصل توجه داشته. و بعد نکته بعدی نسبت میان تخنه و اپیستم است که هر دوشون نوعی نحوه دانستن و آگاه شدن. و بعد رابطه میان تخنه و الیسیا که بهش اشاره کردیم، دوباره هم اشاره میکنم که تخنه به روایت هایدگر از ابتدا از فجر فلسفه تا زمان افلاطون با کلمه اپیستمه یا معرفت مرتبط، هر دوشون به معنای شناختن، به معنای موسع کلمه عرض می شود دلالت می کرد و اینکه چیزی رو فرد بدانه، بران احاطه داشته باشه. اما هایدگر میگه که ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس که اثر مشهور و کلاسیکیه در فلسفه، بین اپیستمه و تخنه تمایز قائل شد و مبنای این تمایز هم در نحوه انکشاف، یعنی بر اساس چیزی که از آن پرده برداشته میشه و منکشف میشه. در واقع از نظر هایدگر تخنه از امری کشف حجاب و کشف حجابی که میکنه سبب میشه یه جور نحوه انکشافش رو بر ما نشان میدهد و منکشف میشه. این عرض میشود که هم سخن خود هایدگر، هم پاره از شارحان او و توضیحی که راجع به تکنولوژی میده به این معنا میخوام این رو بگم. از تکنولوژی به عنوان ابزار که نوبت پیشین هم اشاره کردم که شاید سپهری بیشتر به این معنا تکنولوژی رو میفهمه و برمیکشه و احیانا گله میکنه. تکنولوژی در کسوت ابزار رو پس میزنه هایدگر، یعنی ببخشید تعبیر پس میزنه تعبیر خوبی نیست، از آن عبور میکنه و یه تعریف و روایت ژرف‌تری از اون میخواد به دست بده. یادتون هست راجع به تفکر شاعرانه، طریقت شاعری در فلسفه هایدگر به تفصیل سخن گفتیم و نسبت و ربطش رو هم با سهراب در جلسه پیشین برشمون. خود مفهوم حقیقت و الیسیا که اینجا ازش یاد کردیم و رسیدن به الیسیا برای هایدگر محوریت داره. و بعد جالبه در بحث از تکنولوژی که میکنه معتقده که تکنولوژی هم یکی از اون اموری است که ما وقتی از نگاه ابزاری بهش فراتر بریم یه جوری به انکشاف و کشف حجاب به ما مدد میرسونه. حالا او مثالی که میزنه از فرض کنید صنایع دستی باشه یا حالا در تکنولوژی هواپیما و یه جور مخزن انرژی که حالا این تعابیر است که خود هایدگر به کار برده. ببینید بذارید من باز اینگونه این رو توضیح بدم. اگه حقیقتی که گفتم الیسیا باشه که یه جور عدم استتاره به معنای هایدگری کلمه، خب و بعد مفهوم پوئسیس که خب مفهوم شعر و شاعری است، میبینید همه اینها رو هایدگر از یونان باستان گرفته. شما مفهوم فیزیس یا طبیعت رو، یا تخنه رو که بود، همچنین اپیستمه، پوئسیس که عرض می شود که پوئسیس اون مرتبه عالی است دیگه. وقتی به اون شعر هولدرلین نگاه می کرد که یه قنچه ای انگار شکفته میشه، اینا از همون از جنس انکشاف وجودن به تعبیر هایدگر. یا حتی از یه جام نقره‌ای که میخواد مثال بزنه به این معنا اینا همه محملی هن برای انکشاف وجود. و خب توضیحاتی که میده راجع به علل اربعه ارسطویی که نمیخوام وارد اونها بشم برای اینکه وقت به مجال ببخشید خیلی بحث ثقیل نشه و امیدوارم در جای خود بنشینه. توضیحی که او راجع به تکنولوژی میده و ماهیت تکنولوژی اینه که ماهیت تکنولوژی عبارت هست از این که عرض میشود حقیقت رو، یعنی پس از اون نگاه ابزاری که در جای خودش مهمه، اون آلیناستونی که نوبت پیشین گفتیم همه در جای خود مهمه و
بعد که توضیح میده اون نگاه ابزاری رو که نگاهی که انسان مداره، سوبژکتیوه، یعنی نسبتی با انسان داره، اون وقت بعد میگه که این نارساست، یعنی کافی نیست، وافی به مقصود نیست. اگر ما فقط از تکنولوژی انسان مدار و سوبژکتیو یاد بکنیم یا نگاه ابزاری به عرض می شود تکنولوژی رو برکشیم تنها. بذارید من یه نقل قولی براتون بخونم از هایدگر در این باب. میگوید که تردیدمه که این نقل قول از خود هایدگر یا از یکی از شارحانش، من در چند مقاله که خوندم اینا رو یادداشت کردم. باری حالا میخونم براتون. چه کسی منکر درستی و صحت این تعریف خواهد بود؟ راجع به تعریف تکنولوژی، تعریف ابزاری تکنولوژی چنان صحیح و درست است که حتی در مورد تکنولوژی جدید هم صادق است. حتی تکنولوژی جدید هم وسیله است برای رسیدن به هدف. هایدگر نیروگاه برق، هواپیمای جت، دستگاه‌های الکترونیک را مشمول همین تعریف شمرده و آنها را ابزارهای مصنوع دست بشر برای رسیدن به اهداف خود می‌داند. هایدگر با اینکه این تعریف را درست، به تعبیر خودش به طور وحشتناکی درست و شامل می‌داند، ولی آن را تعریفی نارسا و ناکافی از تکنولوژی می‌داند. خب با این نقل قولی که کامل خواندم معلوم شد که یکی از شارحان او این را آورده است و توضیح می‌ده که پس به نزد او تعریف ابزاری از تکنولوژی کفایت نمی‌کند. یعنی درسته اما کافی نیست. از اون باید فراتر بره. و اونجاست که بحث تخنه و به توضیحی که عرض کردم انکشاف از حقیقت، و چنان که یکی از شارحان او دن آیدی که در حوزه فلسفه تکنولوژی هم نوشته، آثار متعددی رو آورده است، آثار متعددی رو منتشر کرده، چنان که او هم آورده است، در واقع هایدگر از نگاه ابزاری به تکنولوژی فراتر میره. و چنان که دیدیم با برکشیدن مفاهیم تخنه و الیسیا و پوئسیس میکوشه توضیح بده یه جور انکشاف از انکشاف یا کشف حجاب و انکشاف در تکنولوژی دیده میشه. نگاه او اینه، توجه میفرمایید. و اینکه یادتون هست من در یکی از جلسات در باب تفاوت لوگوس و لاجیک در هایدگر سخن گفتیم و اینکه خب علم جدید و فلسفه جدید لاجیک محوره، یعنی به هر حال کمک کرده که ما جهان پیرامون رو از طریق این مفاهیم و واسطه ها بفهمیم. اون وقت به سراغ لوگوس میره در پس پشت این. حالا میخوام بگم وقتی سخن از پوئسیس میکنه که گفتیم به معنای به حضور رساندن چیزی رو برکشیدن یا پدید آوردن، فرا آوردن، و در باب نامستوریت، حالا اگر این تعبیر رو بشه به کار برد، یا از خفا به در آوردن یا منکشف کردن و کشف حجاب، اینا همه تعابیر هایدگریه که او یا به ظهور در آمدن. تصویر او اینه که به هر حال یک چنین، و عدم استتار که خوب گفتیم تعبیری از الیسیاس. همه اینها در مجموع بخوایم بگیم در اثر پرسش از تکنولوژی، او میگه که ما به الیسیا، به کشف حجاب، به انکشاف رسیدیم. و اینکه در واقع ما از پرسش از تکنولوژی که میکنه، از اون تعریف ابزاری انسان مدارانه که فاصله میگیره، تصویرش از تکنولوژی این، یعنی یه امر اونتولوژیکه. میدونید، بذارید اینگونه بگم، باز یه نقل قولی براتون بخونم و پس از این با تطبیقی که می کنم در اشعار سپهری این بخش از عرایزم رو هم ختم می کنم. اگر نکته ای بود مشتاقم که از دوستان در پرسش و پاسخ بشنوید. ببینید، این رو هم فکر کنم از دن آیدی، من بله این نقل قول رو توجه بفرمایید که از شارحان برجسته هایدگر و خصوصا آرای او در حوزه فلسفه تکنولوژی رو به کار بود. میگه که تعریف ابزاری انسان مداری از تکنولوژی نقش اونتیک دارد. اونتیک در فلسفه هایدگر، یادتون تفاوت اونتیک و اونتولوژی. نقل قول تموم میشه، توضیح میدم این رو بیشتر. خوب دقت بفرمایید.
تعریف ابزاری انسانمداری از تکنولوژی نقش اون تیک داره. این تعریف صحیح ولی جزئی است. هایدگر این تعریف را با پرسشی که به سنت اصطلاحی فلسفه تعلق دارد معکوس می‌کند. مجموعه شروطی که تکنولوژی را ممکن می‌سازد کدام است؟ تکنولوژی آنگونه که هایدگر آن را می‌بیند، تکنولوژی آنگونه که هایدگر را می‌بیند تنها امر اونتیک نیست، بلکه در این حال امری اونتولوژیک است. تکنولوژی در معنای اونتولوژیک خود مجموعه ای از امور و فعالیت‌ها نیست، بلکه وجهی از حقیقت الیسیا، و به سخنی دیگر میدانی است که امور و فعالیت‌ها می‌توانند در درون آن به صورتی که می‌بینیم ظهور یابند. اون وقت برای توضیح این امره که از دن آیدی آوردم که اینکه تکنولوژی به عنوان نحوه‌ای از انکشافه که اون وقت میره سراغ واژه شناسی تکنولوژی که در یونان باستان بوده و اشاره کردیم که گفتیم تکنیکون بوده که از تخنه گرفته شده است و عرض می شود که تخنه هم که راجبش سخن گفتیم و نسبتش با اخلاق نیکوماخوس و اپیستمه و به هر حال همه اینها سخن از تخنه‌ای که میگه و عرض می شود نسبتش با ماهیت تکنولوژی ناظر به اولا هم ارتباط وسیق تخنه و الیسیاست و همین که نوعی انکشاف و رفع حجاب می درسته؟ یعنی در نگاه هایدگر جالبه که حتی تکنولوژی جدید هم در سیاق و زمینه انکشاف و رفع حجاب فهمیده میشه. به صراحت جایی میگه که تکنولوژی جدید چیست؟ آن هم نوعی انکشاف است. اما جنبه نوعی تکنولوژی جدید تنها پس از آن که توجه من را به این خصلت اساسی آن معطوف کردیم خود را بر ما آشکار. این بخش آخری که خواندم فقره از هایدگر بود، یعنی نقل قولی از هایدگر در این فقره بود. که تکنولوژی جدید چیست؟ آن هم نوعی انکشاف است. اما جنبه نوعی تکنولوژی جدید تنها پس از آن که توجه من را به این خصلت اساسی آن معطوف کردیم خود را بر ما آشکار می‌سازد. خب ببینید همون نقل قولی که از عرض می‌شود که شارح او براتون خواندم ناظر به نگاه تفاوت آنتیک و اونتولوژیک به تکنولوژی رو ذکر بکنم که فکر میکنم اون لب مسئله اینجاست برای فهم بهتر تلقی هایدگر از اونتولوژی و بعد دیگه به سر وقت سپهری برم. ببینید اون نگاه اونتیکی که میگه اینجا و اون دو ساحت دن آیدی رو مرادم هست، این که تفکیک امر اونتیک از امر اونتولوژیک در تعریف تکنولوژی به روایت هایدگر یعنی چی؟ امر اونتیک خب یعنی همون موجود پژوهی، یادتونه؟ یعنی شما یه نگاهی بکنید به تکنولوژی به عنوان یه موجود در اداد دیگر موجود، به این میگه نگاه اونتیک. خب همونطور که یادتون هست من به این ساعت که نگاه میکنم این یه بیینگ دیگه، یه بیینگ با بی کوچک، یه بیینگ و میلیون ها از این موجودات در هستی وجود دارن. این همون نگاه اونتیکه و اگه یادتون باشه به تفصیل دیدیم که هایدگر میره از نگاه اونتیک و موجود پژوهانه به سر وقت وجود پژوهان، به سر وقت امری که اونتولوژیکه، هستی بنیادین. اینو راجع به موجودات متعدد ناظر به تاریخ متافیزیک نقدهایی که هایدگر به پیشینیان خود داشته به تفصیل دیدیم در جلسات پیش، درسته؟ یعنی پیش از بحث از تکنولوژی هم اون نگاه موجود محور و موجود پژوه و تقابلش با نگاه وجود پژوه و وجود محور رو دیدیم. این درست. جناب دن آیدی میگه که اما این یک سطح بحث از تکنولوژی، یعنی من وقتی که فرض کنید به همین گوشی یا به همین ساعت که نگاه میکنم این رو به مثابه یک مصداقی از تکنولوژی نگاه، این همون نگاه ابزاریه که اتفاقا خیلی از گله های متعارف ما یا
یا توضیحاتی که خیلی داده ام در باب تکنولوژی، آسیب شناسی که کرده ام معطوف به همین سطح، یعنی همان که ما ازش تعبیر به این میکنیم که یه ابزاری بوده در خدمت انسان. این همون تعریف ابزاری انسان مدارانه است. یه ابزاری بوده و هست در خدمت انسان. ما ماشین رو در خدمت خود میبینیم که یه مسافتی رو که ممکنه 12 ساعت طول بکشه رو با ماشین نیم ساعت درایف کنیم، رانندگی کنیم، به مقصد برسیم. یا از همین ابزاری که الان من و شما در اقصی نقاط کره خاکی نشسته ایم و پاره ای از عزیزان در امریکا، پاره ای در کانادا، پاره ای در ایران، پاره ای در اروپا داریم با هم دیگه سخن میگیم و این مجال رو تکنولوژی برای ما فراهم کرده است و الله باید همدیگه رو از نزدیک میدیدیم و سخن میگفتیم. درسته این نگاه و تلقی ابزاری انسان مدارانه از تکنولوژی و خب هم آثار و برکاتش رو دیدم که این چنین است و هم آسیب شناسانه شما از تکنولوژی سخن بگی که انسان در خدمت او قرار گرفته است یا از جایی به بعد این بخشش پررنگ شده است. من در پاره ای از این مقالات و گزارش ها میخواندم یا در این سالیانی که الان کار کانسلینگ و سایکولوژی میکنیم و میخوانیم در این 2-3 سال اخیر مقالات متعددی من دیدم ناظر به این که در باب تکنولوژی این چقدر به دیسترکشن و عرض می شود که حواس پرتی، حالا بگه من بگیم. یا پرت شدن حواس، حالا حواس پرتی یه جور با اختلال مشاعرم در فارسی گره خورده، بگیم پرتی حواس گره خورده و تمرکز افراد کم شد و انقدر این شبکه‌های اجتماعی یا استفاده از این ابزار و ادوات شیوع پیدا کرده، تمرکز افراد برای اینکه فرض کنیم که یه مقاله رو از ابتدا تا انتها بخونه یا نه حتی یه فیلم رو ببینه، لذت دیدن یه فیلم رو بچشم. من خودم در پاره از نشست‌های دوستانه خانوادگی دیدم بارها که فیلم داره میبینه، موبایلش هم نگاه میکنه، یه پیامی هم میده وسط. خب یا اون فیلم رو متوقف کن، روی پاز بذار بسال، یا موبایل رو بذار کن. من خودم وقتی یه فیلم میبینم اینجوری هم، یا متنی میخونم و خب چیزی هم که میخوام بنویسم روشنه که تمرکز. اما این رو شما یکی از این آثار و نتایج زندگی تکنولوژیک یا تکنولوژی به مسابقه ابزار ببین، دیسترکشن، اتنشن آدم رو کم کرد و یک ساعت اگر فرض کنید بگذره و به موبایل ما نگاه نکنیم، پیام ها رو نبینیم، احساس میکنیم از گردونه خارج شدیم، از گردونه تکنولوژیک خارج شدیم یا اصلا از گردونه زندگی. خب پس به این معناست که اون توضیحی که راجع به تکنولوژی که خادم بود و انسان مخدوم بود همچنان هم هست این رابطه، اما دیگه یک سویه نیست، بلکه بخشهایش رو ما رو از پی خود کشانده است و چنان که عرض کردم آسیبهایی هم به ما زد. خب هایدگر از این فراتر میره و چنان که خواندیم و توضیح دادم، حالا اینکه چقدر این روایت او از تخنه و عرض می شود تکنیک و تکنولوژی و توضیحی که راجع به کشف حجاب و انکشافی که این رو به تکنولوژی هم نسبت میده موجهه، من در بخش انتهای عرایزم ذکر میکنم. علاوه حالین الان در مقام توضیح هم که او به این سطح بسنده نمی کنه، از آن فراتر میره و تکنولوژی رو به عنوان نحوه از انکشاف و توضیح میده. اگر کسی نگاه ابزاری صرف به تکنولوژی نکنه، او به این تجربه ها میتونه برسه. تخنه قرار از یه عمدی کشف انجام که اون خودش رو به ما نشان نمیده یا فراروی ما به تعبیر هایدگری کلمه قرار نداره و این نحوه خاص از کشف حجاب یا انکشافه که اون در نگاه بنیادین تر هایدگر از تکنولوژی مراد میکنه و میگوید که ما تکنولوژی رو اینگونه میتونیم تحلیل کنیم و باید تحلیل کنیم و نسبتش رو با انکشاف و عرض بشود کشف حجاب پدیده ها، کشف حجاب از پدیده ها در نظر بگیریم. خب البته اون ذهنیت موجود اندیش به قول او اینجا باید کنار بره و این نحوه از انکشاف و
وقتی است که ما به ماهیت تکنولوژی اینگونه نظر بکنیم و این در باب تکنولوژی های جدید جاریه و نسبت اون رو هم برای بهتر فهمیدن او ما رو ارجاع میده چنان که دیدیم به السیا و تخنه و انکشاف و رفع هجاب. خب من اگه اجازه بدید بعد از این توضیحات رفته رفته به بخش انتهایی عرائزم نزدیک میشم، اون شعر سپهری رو هم بخوانم براتون که نوبت پیشین هم خواندم. فقط در باب این دو سطح از تحلیل در باب تکنولوژی به کار ما بودم و بعد بخش انتهایی سخنانم که ملاحظات چند انتقادی است نسبت به کارهای و ایده های جناب هایدگر. خب من همه شعر رو براتون نمیخونم، یادتون هست شعر به باغ همسفران در دفتر حجم سبز که اون آراء سپهری در باب تکنولوژی همینجا آمده است، هم در منظومه مسافر. میگه که در بخش دوم شعر پس از آن که میگه در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم، بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است. بعد میگه در این کوچه هایی که تاریک هستن من از حاصل ضرب تردید و کبریت میترسم، من از سطح سیمانی غرب میترسم، بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان چراگاه گرسقیل است، مرا باز کن مثل یک در به روی حبوط گلابی در این عصر معراج پولاد، مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب استکاک فلزات، اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن تا انتهایش. خب ببینید این تعابیر لطیف که از جنس آشنایی زدائی هم هست، معراج پولاد و حبوط گلابی و کاشف معدن صبح و ترسیدن از سطح سیمانی قرن، ببینید همینجا خودش یه نمونه است دیگه. این ترس با اون ترسی که پیشتر گفتم فاصله داره، متعلق داره. اونجا گفت و تو را ترسی شفاف مرد، اون با ترس آگاهی گره خورد به توضیح که آورد. اما اینجا روشن چیه؟ من از سطح سیمانی قرن میترسم، از آن ابراز نگرانی، از این که زندگی تکنولوژیک ما رو در چنبره خود گرفتار کرده است و بعد اینکه در پی کاشف معدن صبح به جای کاشف معدن زغال سنگ و عرض می شود که معادن دیگری که ما داریم. خب این همون نگاه ابزاری به تکنولوژی، یعنی ملاحظه انتقادی سپهری معطوف به همین هم. و به همین خاطر از شهرهایی که خاک سیاهشان چراگاه گرسقیله، شما گرسقیل رو، پولاد رو، فلزات رو، اینا رو نمادهایی از زندگی تکنولوژیک ببینید که سهراب در این شعر آورده. در ادامه هم از بمب‌هایی یاد کرده که من خواب بودم و افتادم، چرق زره پوشی که از روی رویای کودک گذر داشت و در بنادری که اجناس معصومی از راه وارد شد. خب اینا همه از مؤلفه ها و مظاهر زندگی تکنولوژیکه. بنادری که توش اجناس میاد، چرخ زره پوش، بمب، عرض می شود که شب استکاک فلزات، گرسقیل. خب اینا رو توضیح میده و بعد میگه من نگران، من نگرانم که این رو در این چنین گره خورده و این چنین رقم خورده زندگی ما، من از این بابت نگران و از سطح سیمانی قرن میترسم. به زبان هایدگری کلمه این همون نگاه ابزاری به تکنولوژی و به نوعی سوبژکتی، یعنی انسان محور. بازم تأکید میکنم هایدگر مشکلی نداره با این نگاه، اما میخواد از اون فراتر. به حال این تکنولوژی که در خدمت ما بوده به توضیحی که آوردم چه آثار و نتایجی به بار داشته است. هایدگر و خب خیلی دیگه از این، ببخشید، سپهری و خیلی دیگه اینگونه نقد میکنن حالا از منظر خودشون. فیلم باد ما را خواهد برد و خانه دوست کجاستم دو نمونه لطیف در سینمای معاصر فارسی است که بر همین سیاق نقد تکنولوژی نشون میده که چقدر ما رو تکنولوژی گرفتار کرد.
و اینکه نیاز به آسیب شناسی داره. جناب هایدگر از این فراتر میره و به توضیح که عرض کردم در باب ماهیت تکنولوژی و نسبت اون با انکشاف از حقیقت و رفع حجاب هم سخن میگه و این رو ماهیت تکنولوژی معرفی کرده و تبارشناسی هم کرده این واژه رو به توضیح که تفصیلا آوردم. خب های سپهری اینجا دیگه نرفته و بحثش در باب تکنولوژی به همینجا ختم میشه، یعنی در همان نگاه به اصطلاح ابزاری سوبژکتیو اگر بخوام از تعابیر هایدگر استفاده کنم، همون نگاه رو ازش سخن گفته. جای دیگری هم در منظومه مسافر شما میبینید که ملاحظات انتقادی او در باب تکنولوژی آمده است و گله هایی که میکنه از تکنولوژی از همین جنس سوبژکتیو ابزاریه و اینکه ابزاری گشته است به دستان ما، که خود قرارم بر همین بوده، اما خود این دیگه اکنون از جای خودش خارج شد. ببینید توی در منظومه مسافر جایی میگه که عرض میشود که بله سفر پر از سگلان و از تلاطم صنعت تمام سطح سفر گرفته بود و سیاه و بوی روغن. از سفری که پر از سگلانه سپهری یاد میکنه و از تلاطم صنعت تمام سطح سفر گرفته بود و سیاه و بوی روغن میداد و روی خاک سفر شیشه های خالی مشروب، شیارهای غریزه و سایه های مجال کنار هم بود. میان راه سفر از سرای مسلولین صدای سرفه میان، زنان فاحشه در آسمان آبی شهر شیار روشن جت‌ها را نگاه می‌کردند و کودکان پی پرپرچه‌ها روان بودند، سپورهای خیابان سرود می‌خواندند و شاعران بزرگ به برگ‌های مهاجر نماز می‌بودند و راه دور سفر از میان آدم و آهن به سمت جوهر پنهان زندگی. تصاویری که خلق کرده سهراب از یه زندگی تکنولوژی که امروزینه دیگه، از بوی روغن و تلاطم صنعت سطح سفر و شیشه های خالی مشروب و سرای مسلولین و جت و عرض می شود که سپورهای خیابان و میدونید اینا رو، این تصویر رو میگه. البته از یه آیرونی هم داره خبر میده، خب این اتفاقات بود، از سرای مسلولین هم صدای سرفه می آمد و زنان فاحشه هم بودند در آسمان آبی شهر و شاعران بزرگ هم به برگهای مهاجر نمود و راه دور سفر از میان آدم و آهن به سمت جوهر پنهان زندگی. یعنی به هر حال آدم و آهن بودند و اون راه پنهان، راه دور سفر به سمت جوهر پنهان زندگی این چنین می رفت. یعنی ناامید هم نیست البته که میشه به خلوت ابعاد زندگی به تعبیر خودش رفت، اما خب زندگی تکنولوژیه، یعنی امری که حافظ تجربه نکرده بود، عطار تجربه نکرده بود، مولانا تجربه نکرده بود. اونا نه جت داشتن، نه عرض میشود که سرای مسلولین بوده، یا عرض بفرمایید که بمبی بوده، جرثقیلی بوده، پولادی بوده، اینا نبود. ولی خب سخت کرده کار به نزد سهراب، اما نامتصور نیست و همون نگاه سوبژکتیو عرض می شود ابزاری به تکنولوژی. اما گام دوم رو نیامد. اگر قیاس کنیم با هایدگر، اون معنای دوم و مواجهه دوم و بنیادین با تکنولوژی رو که ذکر می کنه در کارهای سپهری نیست. خب من به بخش انتهایی عرایضم می رسم، امیدوارم خسته نشده باشید. به اختصار من فقط دو سه تا نکته میگم که حسن ختام این مباحث دراز آهنگ 5-6 ماهی ما راجع به فلسفه های دیگر است. و عزیزان وقتی که از ابتدا تا انتها رو مرور میکنن که عموم دوستان در جلسات بودن یا عزیزانی که صدای من رو میشنون، میتوانن این تراجکتوری رو پیش چشم داشته باشن و این ملاحظات من رو هم بشنون و بدانم. ببینید در اهمیت و ابهت او به عنوان فیلسوف دورانساز قرن بیستمی که تردیدی نیست،
گفت که بیهوده سخن بدین درازی نبود و آتشی بود در این خانه که کاشان بسود. حتما چیزی بوده و تأثیرات شگرفی که او داشته و چنان که جلسات نخست گفتم یکی از دو فیلسوف برجسته و بزرگ یا بگیم مؤثرترین، دو فیلسوفی که مؤثرترین و مطرحترین فیلسوفان قرن بیستمی بودن، یعنی هایدگر و ویتگنشتاین، یکی از آنها جناب هایدگر است. من شخصا با بصیرت هایی که در کارهای هایدگر خیلی موافقم و میپسندم، و البته این رو بگم به اقتضای تربیت فلسفی که یافتم دوست میدارم اونها رو بیشتر آرتیکولیت کنم، صورت بندی کنم، هرچند به سبک فیلسوفان تحلیلی و خصوصا فیلسوفان نیمه دوم سده بیستم خب سخنانش رو مدون و صورت بندی شده عرضه نمی کنه. خب البته اختصاصی به او نداره، برخی دیگر از فیلسوفان بزرگ هم این گونه بوده. حالا از اسپینوزا در گذارید که خیلی آرتیکولیتیو می نوشت، و فرض بفرمایید شما در کیکگارد هم یا جایی در ویتگنشتاین هم رو می بینید که پر از بارقه و بصیرت، اما لزوماً خودش اونها رو صورت بندی نکرد. من آثاری از هایدگر رو که به دقت خوانده‌ام که بصیرت‌های ژرفی در آنها موج می‌زند رو از این امر خالی نیافتم. استدلال‌های او در نقد سوبژکتیویسم دکارتی رو من در می‌یابم، یعنی می‌فهمم از کجا حرکت می‌کنه، اما حقیقتش همچنان برای من در عالم تفلسف نوبت پیشین هم که بحث از صدق و حقیقت تم شد، برای من صدق همچنان مهم و نمیگم برای هایدگر مهم نیست لزوماً، اما از اونجاها حرکت میکنه. یا علاوه بر آن آنچه باید به نزد من اونقدر که من دیدم و اونقدر که آرگومنتیشن مهمه و قصه صدق من ندیدم در کارهای هایدگر، خصوصا که خب میدونید یعنی میره به یه سطح بنیادین که خیلی هم خوبه، اما بعد از اون چطور؟ یعنی بحثایی که راجع به فاندامنتال انتولوژی میکنه، تفاوت وجود پژوهی موجود پژوهی، نقد سوبژکتیویسم دکارتی که همه اینها رو بررسی دیم، خیلی هم خوب، یعنی بصیرت داره، اما بعد از اون چطور؟ یعنی نوبت به صدق و معرفت که میرسه چکنی؟ به هر حال ما با معارف مختلف مواجهیم در باب صدق و کذب و حجیت معرفت شناختیشون. میدونم اینا ادبیاتی است که در اپیستمولوژی جدید استفاده میشه، اما میخوام ببینم بعد از اون نکات نیکو و ژرفی که در انداخته و مفاهیم بکری که ساخته اون وقت چه. اینجاها فکر میکنم یه کمبودهایی در کار هایدگر هست تا جایی که من دیدم و میفهمم، چون برام اون بخش مهمه به مثابه تفلسف و تفکر. تفاوت تفکر و تفلسف رو هم بصیرت آموز یافتم و شاید در یکی از جلسات هم گفتم خود من هم به هر حال به اون معنای اسکولاستیک کلمه که یه برهه‌ای کار فلسفی می‌کردم الان فاصله گرفتم، توی یکی از جلساتم آورد. خب هم به اقتضای معیشت هم به اقتضای زندگی و شرایط زندگی، برخلاف سالهای اولی که کانادا زندگی می‌کردم، 5 سالی که انگلیس ایران پس از اتمام تحصیلات مشغول درس و مشق بودم، و به سهم خرد خیش می‌دونم این کار خیلی نیکویی ها داره. در این حال دیسیپلین فلسفه هم دیسیپلین خیلی محترمیه، افراد خوبی توش فعالیت میکنن، آثار گرانسنگی منتشر میشه الا زمان نهازا، چه در داخل کشور چه خارج کشور، همه اینها در جای خودش نیکوست. اما من قدر و منزلت تفکر به روایت هایدگر و تفکر شاعرانه رو قدری فکر میکنم میفهمم و با بصیرت‌های ژرف او در این باب هم داستانم. و اینکه ما نهایتاً به اون قصه pre-conceptual confrontation اگر برسیم، خب این به ما کمک میکنه، همون مواجهه پیشا مفهومی که همین جا هم هست که خب با سپهری چنان که دیدیم در این دو نوبت خصوصاً قرابت‌های قابل تأملی داره. در باب مرگ و
عرض می شود مرگ آگاهی، ترس آگاهی، به نظرم هم سخنان او و هم توسط آن فیلسوفان اگزیستانسیالیست در این باب خیلی بصیرت داره و با اون هم داستانم. برسیم به دو تا ملاحظه دیگر و سخنانم رو ختم بکنم. از اون انتقاداتی که به کم رنگ بودن قصه معرفت و عرض می شود که صدق و جستیفیکیشن که اون اولویت رو نداره در کاری که درگذریم به رغم همه بصیرت ها، من حقیقتش با روایت هایدگر در باب تکنولوژی که کوشیدم همدلانه اون رو نقل بکنم، اون ساحت دوم و خصوصا وقتی حرف از ماهیت تکنولوژی میزند رو من خیلی هم داستان و موافق نیستم. نمیفهمم و در نمیابم او چگونه به اسنس تکنولوژی، چون چند جا تعبیر ماهیت تکنولوژی رو به کار میبره، عرض میکنم چگونه به یه برساخته انسانی که ما در بارش سخن میگیم میشه از تعبیر ماهیت یاد کرد، این رو من با او همداستان نیستم. تکنولوژی حالا فارغ از اون واژه شناسی هایی که اون میکنه که در جای خودش هم آموزنده است و تأمل برانگیز، اما من فکر نمی کنم اسنسی داره، ماهیتی داره و میشه از تکنولوژی ها سخن گفت، چون یه امر برساخته در عالم انسانیه و اموری که سوشالی کانستراکتدن، من با وجود ذات یا ماهیت، چون ماهیت هم تعبیری دیگه از ذاته و اسنس، همدلی ندارم. اختصاصی به تکنولوژی هم نداره. شاید دوستان فاضل حاضر در این محفل که با آثار من آشنا هستن میدانن در باب دین، در باب دموکراسی، اینجاها من استدلال کردم و کوشیدم توضیح بدهم که ذاتی، اسنسی ندارن عبوری که در عالم انسانی برساخته شده و ما به همین خاطر دینها داریم، مدرنیته ها داریم. توضیح فلسفی هم برای این میشه داد که میشه موضع نومینالیستی به تعبیر فلسفی، که دیگه جای بحثش اینجا نیست و هرچه که هست عبارت هست از نقد کانسپچوالیزم به معنای اسنشیالیزم. من برام جای سواله، یعنی این رو به مثابه سوال انتقادی طرح میکنم که ما وقتی از ماهیت تکنولوژی سخن میگیم مرادمون چیه؟ ما با به قول خود هایدگر انکشافات اون اگر بگیم مواجهیم، یعنی با تعیناتش، حالا من از تعبیر انکشاف اینجا به اون معنا که هایدگر به کار برده من استفاده کردم، درک من اینه که خب ما با تکثری در عالم تکنولوژی مواجهیم، چون یه امر سوشالی کانستراکتد یا هیومن مید و به این معنا فکر میکنم سراغ گرفتن از ذات تعبیر دقیقی نباشه. در این حال اون رفع حجاب و انکشاف رو میفهمم به چی داره ارجاع میده هایدگر و نهایتاً حالا فارغ از بحثش در باب تکنولوژی، اون توضیحی که راجع به پوئسیس میده، الیسیا میده، رفتن به نگاه وجود پژوهانه به جای موجود پژوهانه، ایناشو باهاش همدلم و بصیرت نابی توش هست به نظر. اما در باب ماهیت تکنولوژی و به کار بستن مفهوم ماهیت که در کتاب پرسش از تکنولوژی آورده است، با او همداستان نیستم یا دست کم ابهام داره به کار بردن اسنس در این مورد. میشه آدم راجع به تکنولوژی سخن بگه و حالا از تعابیر فیلسوفان علم بخوام استفاده بکنم، نهایتاً conjectural essence، یعنی یه اسنسی که حالا سبقه حدسی داره. توجه دارید این تعبیر conjecture، حدس رو من از پوپر گرفتم و کتاب مشهور او Conjectures and Refutations، حدس ها و ابطال ها که به فارسی هم ترجمه شده. حالا او البته در باب علم این رو میگه، من نمیخوام بگم علم البته با تکنولوژی ارتباط نزدیکی داره، اما به هر حال میخوام بگم حتی اگر کسی راجع به خود تکنولوژی حرف میزنه، بگه از یک ذات حدسی من دارم میگم، ذات اجالی، اگر هم میخواد بگه، نه ماهیت تکنولوژی. این که من ادعا بکنم به ماهیت تکنولوژی از این قرار، نه، من چنین درکی ندارم. و اگر کسی بگه راجع به دریا فیلمسل، راجع به درخت مثال میزنم، اونجاها میشه فهمید
در باب امور و پدیده هایی که در جهان پیرامون سر برآوردن اما تکونشون به ما متکی نیست. اما در باب پدیده مثل تکنولوژی فکر میکنم سخت‌تر بشه این دو یا چنان که عرض کردم توضیح بیشتری میخواد. من که از تعبیر اسنس استفاده نمی کنم به توضیح که آوردم، اگر هم کسی میخواد از اسنس استفاده بکنه من پیشنهادم conjectural اسنس، یعنی یه جور اسنس و ماهیتی که حدسیه، سبقه تنتیتیو و اجالی داره. خب از این هم که در گذریم و اون نکات بکری که در باب تفکر شاعرانه و طریقت شاعری که گفتم در کارهای هایدگر هست، حسن ختام بحث امروز من داوری مختصر در باب کارنامه سیاسی این فیلسوف متفکر بزرگ. حقیقتش اینجا معرکه آراس، چون که در جلسات هم آمد و در جای خودش که بهش پرداخت. بذارید برای اینکه جمع‌بندی کنم و اطاله کلام ندم، داوری خیش رو فقط ذکر بکنم چون مقدماتش و بخش‌های مختلفش به تفصیل در این جلسات آمد. یادمه در پاره‌ای از جلسات که بحث از مرحوم فردید بود، دکتر داوری بود و هایدگر در ایران معاصر، خیلی از این دست بحث‌ها هم شد. دوستان او رو با شریعتی قیاس کردن و امثال هم. داوری من در انتهای این دوره و وعده‌ای که کردم که در این باب هم سخن بگویم از این قراره. ببینید اون سبقه نبوغ فلسفیش که به تفصیل در دورش سخن گفتیم به کنار، من فکر میکنم که هایدگر واقعا فکر میکرد. چون ببینیم ما دو جور خطا داریم، یادمون باشه، یه وقت خطای معرفتیه یه وقت خطای اخلاقیه. خب یعنی چی؟ یعنی من یه روز یه وقت از الان به شما میگم امروز یک شنبه است، خب این خطای معرفتیه، یعنی من اشتباه میکنم چون امروز شنبه است. اما یه وقت به شما دروغ میگم، این دومی خطای اخلاقیه. این دوتا رو اصلا باید تفکیک کرد راجع به هر کسی و در باب هر موضوع. خب این دوتا به صرف خطا بودن یه حکم برایشون بار نمیشه. خطای معرفتی یه خطاییه که خب فرق البته از وقتی که دریابه و بپوشون رو تصحیح کنه داوری ما فرق میکنه راجع به. من در اون بحثی که در باب ارتداد نوشتم از این تفکیک استفاده کردم که به نظر خودم تفکیک رهگشایی است، که یه جاهایی کسی خطا میکنه اما اون خطا خطای اخلاقیه، به اصطلاح مورال رلوانس داره، اما یه جاهایی هم نه، معرفتی گیر و گرفتاری پیدا میکنه. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم اما این تفکیک رو اینجا با عنایت به کار بود. ببینید من تصورم اینه که در ابتدای ظهور نازیسم هایدگر فکر میکرد مبتنی بر مبادی و مبانی فلسفی خودش که در بینگ اند تایم آورده بود و خب نقد مدرنیته بود، نقد تفکر سوبژکتیویست، نقد سوبژکتیویسم بود و تفکر سوبژکتیویستی که میدانید، فکر میکرد یه محمل مناسبی پیدا شد و هیتلری ظهور کرده و مجالی قرار فراهم بشه که از منظر او هستی به نحو دیگر، بگیم وجود به نحو دیگری یا مناسبات و روابط به نحو دیگری رقم بخوره، انسان‌ها معالاً وضع و حالشون بهتر بشه، دست کم در اروپا. یه چنین گمانه‌ای میشه زد راجع به او و تصویر من اینه این فکر رو میکرد. حالا اینکه در اون مدت یک سالی که بود در دانشگاه فرایبورگ دقیقاً در ذهن او چه میگذشته، چه تصویری از نازیسم و هیتلریسم داشته من نمیدانم، اما چنان که در مصاحبه با اشپیگل هم آورده او میخواست که سر و سامانی ببخشه به وضعیت فرهنگی کشور و رفت اونجا همکاری کرد. این دو نکته رو به نحو قضیه شرطی میگم. ببخشید قبل از اون این رو بگم، شاهد این هم میتونه این باشه که خب او بعداً رها کرد، دیگه تا آخر عمرش هم کار سیاسی نکرد. من تصورم اینه که به خطای خودش پی برده بود و اینکه این کاره نیست، یعنی آدم سیاسی به معنای فعال سیاسی نیست، به درد امر سیاسی نمیخوره. سالها در اون کلبه
مشهور خودش، بعدها مشغول تتبع و تأمل و نوشتم و متوجه اون خطای معرفتی شد به نزد من، که یعنی حالا امر سیاست بسی بسی پیچیده تر از این است که کسی در عالم فلسفه اگر یک نظریه داره فکر کنه محال ببخشید مجال و محمل براش مهیا شد. در این حال اگر اون گزارش هایی که میگن پاره از دانشجویان یهودی رو وقتی رئیس دانشگاه فرانکفورت بود لو میداده، خب این کار غیر اخلاقی مسلمه. یا اون نوشته های آنتیسمیتیکش رو که بعدها پس از وفاتش منتشر شده من هیچ نمیپسندم و اونها رو به نظرم باید دورش رو خط کشید و خط گرفت و یه بزرگی مثل های دیگر از این خطاها هم البته میکنه. در باب کارنامه سیاسیش اونقدر که من الان دارم سخن میگم داوریم این گونه است، میبینید یه جور گریه، یعنی خاکستریه و فکر میکنم به دقت اگر اون گزارش هایی که آمده است و منتشر شده که او به دانشجویان یهودی اونا رو اذیت میکرده یا لوشون میداده یا چنان که یاسپرس آورده در کتابی که خب وقتی او رو دید با هم دوست بودن دیگه و رقیب هم بودن، البته در دوره فلسفه هانا آرنت من توضیح دادم خب آرنت خیلی یاسپرس رو دوست داشت، شاگرد و معشوقه هایدگر هم که بود، اما خب بعد از او فاصله گرفت، کاملا فاصله گرفت و از جایی به بعد که خب رفت و در بزرگداشت یاسپر سخنگو هایدگر هم از او روی برگردان، هیچ نپسندید کار. خب در اون کتاب زندگی نامه فلسفی من اشاره میکنه که او به هر حال از دست دادن با همسر یاسپرس که یهودی بود استنکاف ورزید و این خب حس خوبی به اونها نداده، یعنی به یاسپرس و همسرش. اینا هم هست، یعنی در اون دوران که هایدگر از میشود فعالیت میکرد اینا آمده، خودش در اون مصاحبه با اشپیگل که به تفصیل ما بهش پرداختیم میکوشه اینها رو توضیح بده از منظر خودش. داوری من اینه که اون بخشایش که مسلم و مستنده اونا رو البته جزو خطاهای مهم هایدگره در سلوک سیاسی و زندگی فکریش، در این حال بخشیش هم که او دیگه از جایی به بعد به توضیح که آوردم کنار گذاشت کار و بار سیاست رو، به نظرم اون خطای معرفتی بود که دریافت که نه بهتره به همین امور مشغول باشه و عالم سیاست مرد دگر میخواهد و زن دگر میخواهد و احوال خلقیات دگر و به همین خاطرم همین مشغول تا آخر عمر پی گرفت. یک چنین چیزی من در مجموع ذکر تصور میکنم و امیدوارم که سویه های مختلف کنش سیاسی او همچنان که کاروبار فلسفی او رو از منظر خود کم و بیش شامل اطراف توضیح داده باشم. اینا البته تا کنونه و حالا یه وقت بعدها نگاه دیگری آدم پیدا کنه یا مطالب دیگری بخونه خب میتونه داوریش حق و اصلاح بشه. ببخشید از اینکه سخنانم به درازا انجامید، اما ابتداعاً عذرخواهی کردم و خرسندم که تقریبا تمامی مطالبی که یادداشت کرده بودم بحث شد و این جلسه که آخرین جلسه از این سفر درازاهنگ فلسفی بود پس از عرض می شود قریب به 5 ماه و 5 ماه چون پاره از هفته هم با فاصله برگزار شد، بیش از 5 ماه این سفر به درازا انجامید و به پایان آمد. این دفتر حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. مشتاقم که از نکته سنجی های عزیزان استفاده کنیم و پس از آن جلسه 18 و آخر از سلسله درس گفتار هایدگر رو به پایان بریم. خسته نباشید آقای. سلامت باشید خانم دکتر عزیز و دیگر دوستان. خودتون اگر ملاحظه‌ای هست بفرمایید. آقای دکتر در مورد هایدگر و سپیری من نظری ندارم، خیلی استفاده کردم و خیلی لذت بود، ولی شما یه اشاره کردید به مسئله کرونا و از هموطنان خواهش کردید که رعایت کنن. منم اینجا وظیفه خودم میدونم که از هموطنان عزیزی که در ایران زندگی میکنن خواهش کنم که این مسئله به حساب ماسک زدن و فاصله گذاری و چیزای دیگر رو خواهشاً رعایت کنن، چون فشار شدیدی
رو کادر پزشکی هم از پزشکان، پرستاران، پرستاران بیمارستان، کادر بهداشت هست. من چند روز پیش شنیدم که یکی از همکاران پزشک متخصصان دنیا رفتن، شنیدم ایشون که مبتلا شدن بردن تو بیمارستانی که خودشون تو بیمارستان سهام داشتن، یعنی یه درصد بیمارستان مال خودشون بود، تو اون بیمارستان جا نبوده، یعنی تو بیمارستان خود ایشون جا نبوده، ایشون رو بردن جای دیگه خوابوندن که متاسفانه از دنیا هم رفتن، سنی هم نداشت. حالا خواستم بگم که الان من این کادر پزشکی تو ایران رو تقریبا مثل این پهلوان اسطوره‌ای یونان اطلس میبینم که خدایان مجبورش کرده بودن که کره زمین رو دو تا دست خودش نگه داره. اگر عکسی و مجسمه ایشون رو ببینیم، یه پهلوان خیلی قویه که با اینکه خیلی قدرت و زور داره، ولی زیر بار سنگینی این کره زمین داره به فشار میاد و از مجسمه یا عکسش این فشار رو حس می‌کنیم و انگار داره خورد میشه. حالا کادر پزشکی هم درسته که خیلی کادر پزشکی تو ایران نسبت به جاهای دیگه، همچنین حالا ما خارج از کشور زندگی میکنیم و موارد زیادی رو با چش خودمون دیدیم. ما کادر پزشکی با سواد و ورزیده‌ای داریم اونجا، ولی از زیر بار این کرونا و بدون به حساب دارو و درمان و چیزا که بهشون نمیرسه، مثل همون اطلس دارن زیر این فشار خورد میشن. و از هموطنان خواهش میکنم که مواظب سلامتی خودشون باشن و از نظر اخلاقی و دینی هم درست نیست که کسی خودشو به هلاکت بندازه. توی اسلام گفته که با دستای خودتون خودتون رو به هلاکت نندازی، دیگه علتی که خودکشی هم تو اسلام حرامه همینه، و یا اینکه دیگری رو آلوده کنه، چون اینم خب یه مسئولیتی چند نظر اخلاقی داره و چند نظر دینی. من اینجا این جای این دونستم که از اونایی که این به حساب صحبت رو میشنوم خواهش میکنم که تا در نهایت امکان، چون فقط مسئولیت خودشون نیست، مسئولیت سلامتی دیگران هم هست، این رو توی این دوران سخت باید بریم. ممنون خانم دکتر از زکات خوب و مهمی که گفتید. من با تأیید آنچه که اشاره کردید ندارم ملاحظه‌ای که اضافه کنم، کاملا هم در باب زحمات بی علت و بی رشوتی که کادر پزشکی می کشن، هم در باب صعوبت و پیچیدگی وضعیت ما و پر بودن بیمارستان ها، اون خاطره ای که یا آنچه که نقل کردید از اون دکتری که معلسف روی در نقاب خاک کشیدن، انصافا تکان دهنده و متاثر کننده است. و اینکه همه ما به قدر وسع باید بکوشیم حقیقتا در باب امری که خب فقط سلامتی ما نیست و با رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و نزدن ماسک یا خصوصا رعایت نکردن فاصله اجتماعی، خب دیگران رو هم آلوده میکنیم، خودمون هم آلوده میشیم. و خصوصا در داخل کشور که چنان که همه میدانن امکانات مکفی نیست و ظرفیت بیمارستان ها پر شده، خب حتی المقدور تا جایی که میتوانیم باید از آن فاصله بگیریم، یعنی از این نوع مناسبات رو، منظورم اینه که اینها رو حداقلی کنیم و از اون عدم فاصله اجتماعی و رعایت نکردن فاصله بگیریم. من در اخبار خواندم که در یکی از شهرهای، اگر اشتباه نکنم استان فارس، عروسی برگزار شده بود، یا کسی هم از یکی از خوانندگان قدیم مثل که توی یکی از شهرها اسمش رو الان خاطرم نداشته میخونده، بعد یک جمعیتی نشون میداد آمده بودن با فاصله اجتماعی خیلی کم و حالا یه در میون یا سه در میون ماسک هم زده بودن. فایده نداره وقتی بناست که این کار نشه. و البته اون جشنی که در مشهد برگزار شد، همه اینها که به تعبیر درست یکی از کمیته، اعضای کمیته ملی مواجهه و مبارزه با کرونا، یه جور جنایت بود. همه اینها جنایت، فرقی نمی‌کنه چه آنچه که در مشهد بوده چه این عروسی، همه اینها متضمن نادیده انگاشتن جان و سلامتی خود و دیگران است. ممنونم. آره، یه جوری مثل بازی دومینو میمونه، یعنی توی دومینو دیدین یه مخره میفته همه مخره به ترتیب تا مسافت طولانی میفته. ممکنه کسی بگه که حالا من به خودم مربوط ماسک ندارم، ولی ایشون فقط خودش نی، مثل اون دومینو افراد دیگری رو به ترتیب آلوده ممکنه بکنه و این تا ابد همینجوری ادامه پیدا بکنه. درست. تا مسافت. بله درست. ممنون از شما و نکاتی که گفتید. خب
مسعود جان شما اگر نکته ای هست بگید تا بعد دکتر مسعود بفرماید. خیلی ممنونم آقای دکتر، تو این فاصله چند ماه واقعا استفاده کردم، به شما هم لطف کردیم و زحمت کشیدیم، بهره بردم، گوش میکنم آقای دکتر، ممنونم. بسیار خوب، ممنون مسعود جان. آقای دکتر شما بفرمایید، دکتر مسعود تا بعد دکتر اعتزازیان بفرمایید. سپاسگزارم آقای دکتر، در میوت بودم. بله خیلی خیلی سپاس میگم در طول این مدت مسافرتی که با دوستان بودیم و همراه شما بودیم. به هر حال همونطور که گفتید این دفتر به پایان آمد، ولی وصف حال مشتاقی هنوز بر جای خودش هست. به هر حال ما در ابتدای راه هستیم، مطالبی که فرمودید همش مطالب سترگ و مهیبی هست، جای مداقه بیشتری هست و باید بیشتر خودم راجبش فکر بکنم و بیندیشم. به هر حال خیلی ضرردستانه مطالب را در حدی که قابل هضم باشه مطرح کردید، سپاسگزارم. و میگم نکاتی هست ولی دیگه باید بسپاریم انشاءالله برای برنامه های بعد و اونجا بیشتر صحبت بکنیم. سپاسگزارم واقعا، خیلی خیلی استفاده کرد. سلامت باشید آقای دکتر، ممنون. حالا البته دیگر دوستان هم ببینیم، اگر مجالی بودی که دوتاش رو بفرمایید استفاده کنیم. آقای دکتر فرمایید. بله سر با من هستم آقای دکتر. صدا ضعیفه. صدا میاد الان الان بهتر شد؟ بله بله بله. آقای دکتر خیلی استفاده کردم ولی بخت با من یار نبود. اون آخری ها، آخر در واقع در پایان اون جلسات آخر خدمتون بودم، ولی خیلی استفاده کردم و فکر میکنم همینطور که آقای دکتر مسعود فرمودن به درستی خیلی جا داره هایدگر واقعا یک دنیا، مخصوصا که شما فرمودید که این دو فیلسوف قدر ابر فیلسوف قرن ما در واقع هستن و معمولا هم میگن که فیلسوفان گفته هاشون حداقل تا 200 سال بعد از مرگشون معمولا در واقع گفته های مهمی هست برای آینده بشریت. بعد من در مورد اون به صلاح اشاره فرمودیم به صدق، آیا صدق که میشه همون صدق گزاره ها، گویا صدق گزاره ها تو که خب این سوبژکتیویسم دکارتی کانتی هست، میشه ذهن در واقع، یعنی ما با گزاره ها جهان را در واقع اثبات بکنیم که اینا نتونستن این کارو بکنن، یعنی کلن سوبژکتیویسم دکارتی کانتی. کانت هم خودش میگه که ما باعث ننگی که فیلسوفان نتونستن جهان خارج از ذهن را اثبات کنن. فکر میکنم اون اگه بیایم، آیا نمیدونم، حالا اگه بریم سراغ صدق که بگیم در هایدگر، اتفاقا هایدگر با صدق مخالف هست، چون میگه که وجود با در واقع میگه وجود انقدر ما را فرا گرفته که در وجود هستیم ما، احتیاج به اثبات جهان نیست. اینا فکر میکنم که چون وقتی وارد صدق بشیم دوچاره یه سوبیکتیویزم و ذهنی گرایی میشیم. من به زعم خوب، یعنی به زعم خودم توی مولانام همینا من دریافتم که مولانام با ذهنی گرایی شدیدن مخالفه. مولانا میگه که ما در جهان هستیم و باید انکشاف صورت بگیره. این انکشاف اون من اصلی ما میگه باید در واقع اون را، چون جهان را در واقع در حال شکوفایی میدونه، حتی غنچه نمیدونه. های دیگر هم تو این زمینه همین منظورش هست. یکی این مطلب هست، یکی هم مطلبی که
این بود که یاد گفتگی شوپنهاور افتادم. شوپنهاور در واقع میگه که این دلهوره مرگ، میگه وقتی که سوژه ابژه و بدنش رو از دست میده، در واقع این دلهوره‌ای که برای سوژه ایجاد میشه اینه که بدن و جهان رو از دست میده موقع مرگ. حالا سوال اینه که آیا سوژه خودش هم احساس میکنه از دست میده؟ یعنی ما وقتی که دازاین ها تو زمین مثل های دیگر، وقتی که انسان یک ترسی که اشاره فرمودید خیلی زیبا به ترس آگاهی و بعد از اون به طرف مرگ آگاهی گویا که فرمودید که چون ترس در واقع متعلق شناسایی داره دیگه، مثلا از مار من میترسم، ولی ترس آگاهی دیگه متعلق نداره و یه چیز مبهم هست که در واقع نمیدونیم علتش چیه. شما فرمودید درست، خیلی زیبا اشاره فرمودید، ولی مسئله اینه که ما آیا وقتی که انسان سوژه، یعنی میخواد ببینیم که سوژه باقی میمونه، منظور آیا ترس از دست دادن جهان و ابژه پیامدش در واقع ترس از دست دادن خود سوژه هم هست؟ نمیدونم حالا اگه درست فهمیده باشم از در واقع تفکر سوژه محوری میگه که بله مخالفه با اینکه، یعنی میگه سوژه میمونه گویا، ولی نمیدونم در مورد هایدگر دقیقا متوجه نیستم که چه نظری داره. این هست در واقع. که یکی هم سومی مطلبم در مورد نو شدن جهانه، چون ما در واقع اون مرگ رو که هایدگر اشاره میکنه، مردن رو میگه، مردن یه چیز در واقع سایکولوژی، یه چیز در واقع این جهانیه، یعنی ما از نظر به اصطلاح پزشکی یا چیزایی از این دست ما میمیریم، ولی مرگ رو میگه هر لحظه به وجود میاد. درست فهمیدم؟ درسته؟ بله بله، یه بار دیگه بفهمید. ببینید مرگ و هایدگر گویا میگه که هر لحظه جهان در حال اینه که ما از عدم هی میاییم توی این جهان، هر لحظه از عدم، عدم و وجود رو در واقع یکی میدونه، هر لحظه ما میام توی این جهان، ولی مردن خب مردن در واقع فیزیولوژیک هست و مردن از پزشکی خب میمیریم. توی من مولانا خیلی قشنگ اینا اشاره میکنه، مولانا توی مثلا مثنوی و توی شغلات میگه که در واقع هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن هم در بقا. مولانا معتقده که هر لحظه جهان میمیره و نو میشه، یا میگه پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است، یا صورت از بی صورتی آید برون، باز شد انا الیه راجعون. این یا مثلا میگه چون این جهان هر لحظه به وجود میاد و این مثل آتش گردونه که ما آتیشه که میگردونیم دور سرمون، فکر میکنیم که این پیوستگی داره، در صورتی که یه جا اون آتش گردون یه جا هستش، بقیه جا خالیه. میگه عمر همچون جوی نونو میرسد، مستمری مینماید در جسد. این چون استمرار داره فکر میکنیم که ما هر لحظه این جهان به وجود میاد، از عدم به وجود میاد، ما فکر میکنیم که همون لحظه قبله و چون یک نواخت به نظر میاد فکر میکنیم که همیشه مستمر هست. نه سلامت باشید آقای دکتر، ممنونم از نکاتی که فرمودید، استفاده کردم. حالا راجع به سومی نکته‌ای ندارم، یعنی فقط این رو توضیح میدم که
اونقدر که من میفهمم خب جهان مولانا با جهان هایدگر متفاوته، به رغم تشابهاتی که داره، به رغم اون پس زدن مفهوم اندیشی که یه جاهایی در کار مولانا هم هست و رفتن به سمت همون بی صورتی و بی تعینی که گفتید. اما یادمون باشه چنان که در ابتدای عرایزم هم آمد، قصه سالک مدرن و سالک سنتی و اینکه هر کدام ساکن کدام جهان بودن، یعنی ساکن جهان رازآلود و ساکن جهان راززدایی شده، خیلی مهمه در تحلیل ما به نزد من. و فکر میکنم اون قصه حالا هایدگر که از پرتاب شدگی به عالم سخن میگه، در دوران متأخر که در این جلسات هم دیدیم از دازاین به سمت زاین میره، اون گشودگی به معنای آن کانسیلمنت آف بیینگ و همون انکشاف و عدم استتار، حالا این تعابیری که هست، براش پررنگتر میشه. در این حال مرگ هم بیشتر از جنس حالا از ترساگاهی که در گذریم و به مرگ آگاهی برسیم، همون امکانیه، یعنی اون اگزیستانس انسان که گره خورده، این عرض می شود روبه رونده به سمت نیستی بودن. و بعد هم مرگ، بله من نمیدونم تشریف داشتید یا نه، یکی دو نوبت من به تفصیل ویتگنشتاین رو با هایدگر تو این دوره مقایسه کردم. اتفاقا این که مرگ یه دروی، حالا بودی تشریف داشتید؟ بله بله. اونجا حالا یه وقت مایل بودید فایلای صوتیش هست، اونجا من اینو توضیح دادم که فقراتی از رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین هم خوندم که به نزد او هم مرگ اتفاقی نیست که در جهان میفته. این همون قصه مرگ فیزیولوژیکه که شما اشاره کردید، و به هر حال مرگ با اگزیستانس به این معنا که اتفاقا با اون نگاه، چون خود ویتگنشتاین متقدم به هر حال با سوبژکتیویسم بگواهی کارای خودش یه نسبتی داشته، یا با سوژه متافیزیکی. و میخوام بگم تو اون فضا هم، حالا از همینجا میخوام به اون نکته‌ای که نمیدونم اول بود یا دوم در انتها ذکر بکنم، ببینید آقای دکتر بحث صدق رو کردید، ببینید نه، یعنی درک من از این قراره که شما میتونین نگاهت سوبژکتیویستیک یا سوبژکتیو به معنای دکارتی که کان ببخشید هایدگر ازش مراد میکنه نباشی، و اتفاقا به همون معنایی که خود کانت در آثارش داره و ویتگنشتاین متقدم، که یه جور اینتر سابجکتیویتیه، یعنی شما بین الاذهانی بودن رو برکشی در حین حالی که نمیخوای سوبجکتیویست به اون معنا باشی. و اینجا اگر باشه، اون وقت پای بین الاذهانی بودن معرفت و صدق به این معنا همچنان پررنگه، و شما میتونید حتی اون بودن در عالم رو به اون معنا درک بفهمید. فیلم مثلا عرض میکنم، اما پای صدق رو، یعنی در ادامه، حالا من میدونم پاره از شارحان هایدگر چه در داخل چه در خارج این رو گفتن که بعدن اون میرسه، من بیشتر همون ناظر به اون بعدن که در میرسه صدق و معرفت دارم سخن میگم و احیانا ملاحظه انتقادی خودم رو طرح میکنم. چون در عالم تفلسف به هر حال اون گفت نحنا ابناء دلیل، و بعد از جایی به بعد خب اینا همه بارقه است، فاین، و بعدم هر فیلسوف مؤسسی البته اینا رو از بارقه های خودش میگیره، از نبوغ خودش، میدونم، اما بعدش وقتی این رو آرتیکولیت میکنی، صورت بندی میکنی، جا اگر برای صدق و نوعی ارزیابی دعاوی و عرض میشود که صدق و کذبشون در میان نباشه یا پررنگ نباشه، اون وقت یه مقداری باب گفتگو فکر میکنم که صعب‌تر میشه. نمیگم این استعداد رو نداره نظام فلسفی های دیگر، اما میخوام بگم اون اموری که همچه خودش چه شارحانش که پر از بارقم هست بران تأکید نهادن، من سوال از این که بعد از گزاره ها، چون من بالاخره نهایتا آنچه که میفهمم و افاده معرفت میکنه به نزد من at the end of the day به قول اینا گزاره است، یعنی گزاره هایی هست که افاده معرفت میکنه. بعد از همه این توضیحات، بعد از همه این بکرندیشه ها، دعوت به خلاف آمد عادت عمل کردن، اما نهایتا ما این کانسپت ها، خود هایدگر هم بالاخره بینگنت های ما نوشته، میدونید، یا پرسش از تکنولوژی رو نوشته، و اینا افاده معنا میکنن، حالا از زبان قدما بخوام بگم تصوران تصدیقن. به هر حال من اونجاها میخوام ببینم که بحث از خطا و اینکه کسی خطایی بکنه، ارزیابی خطا به این معنا که خب مهمه به عنوان یه امر فلسفی، کجاست و چقدر اهمیت داره. ببینید این رو بگم و ختم بکنم، خب در حوزه فلسفی ویتگنشتاین که من
کار کرده ام. خیلی فرض کنید اون استدلال زبان خصوصی که او در پاره از فقرات کتاب فلسفه انویسیگیشنز اینا رو گفته. من خب من خودم حالا نه اینکه اولین باشم اصلا، یعنی با عنایت به لیترچری که بوده و تأملات خودم توی هم مقاله انگلیسی در این باب سالها پیش نوشته بودم برای کنفرانسی و هم فارسی، یعنی صورت فارسی اون مقاله فکر میکنم بعدا منتشر شد در قالب یه مقاله تخصصی در اسلامه تخصصی فلسفی. اونجا کوشیدم این استدلال رو صورت بندی کنم در مقاله فرگی ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی و اینکه او چگونه استدلالی میکنه علیه وجود زبان خصوصی. ببینید اهم از این که خب اون استدلال ولید باشه یا نه، من که باش هم دلم، اما کسانی هم نقد کردن این گونه سخن گفتن و صورت بندی کردن برای بحث و بحث فلسفی به نزد من رهگشاتره و عرض می شود که سوال من آنچه که عرض کردم اینجاست، در این حال که می فهمم همه اون نکات و بارقه ها رو و بعدم این که شما قرار نیست سوبژکتیویست باشی اگر بخوای از صدق سخن بگی، میشه به اینترسابژکتیویتی باور داشته باشی و من خودم خب برام معرفت و این گزاره ها و اینو بحث ها، یعنی هم معرفت و هم صدق و هم موجه بودن مهمه و به حال دلم میخواد، یعنی امیدوارم از این دست خواهد، یعنی این نکات هم حالا افزون بر اون بارقه های نیکویی که داره اینا هم برجسته تر بشه در هایدگر پژوهی یا تا جایی که دست کم من دیدم. من خب هایدگر پژوه نیستم و لیترچر این بحث رو به تفصیل که نخوندم، آثاری رو که دیده ام و دربارش تأمل کرده ام، یادداشت هایی رو که تو این 5-6 ماه بر می داشتم، منابع مختلف رو که می دیدم، از این منظر فکر می کردم که خب جای کار بیشتری داره، اونم خب به عنوان فیلسوفی که در این سنت تحلیلی به فلسفه خواندهی که در سنت تحلیلی بالیده و بعدم این که خب با این مقولات معنوس تره. بعد به هر حال ممنون از شما و نکاتی که طرح کردید. اگر اجازه بدید از دیگر عزیزان، فرزین جان شما میخواد بفرمایید، بعد مژگان جانم بفرمایید. خیلی ممنون دکتر از زحمتایی که کشیدین طی این دوره، خیلی استفاده کردیم، خیلی از مفاهیمی که شاید اصلا باش معنوس نبودیم مثل دازاین و اینها رو متوجه شدیم، خیلی لطف کردید تو این دوره. سوالی که من برام حالا یک دو جلسه برام مطرح شده در رابطه با حالا عملکرد سهراب بود، یا یه جایی که به اصطلاح عنوان میشد که خیلی خب بیشتر از این بابت خیلی خوشحال نیست که حداقل سهراب واقعیتا حداقل تو دام سیاست دروغین وارد دیر نیفتاد. در این حال یه ملاحظه انتقادی هم وجود داره در این قضیه که خب حالا شبانی وجود کردن ایجاب میکنه که تو بعضی از امور اجتماعی و سیاسی مردم دخالت بکنن، یعنی اینکه صرفا ما دخالت نکنیم تو اینجور مسائل و به قول معروف احساس کنیم که آب را گل نکنیم و بعد هم همه چی درست میشه، ولی ظاهرا حالا این اتفاق نمیفته. یعنی جاهای اونهایی که اون چیزی که مثلا حالا اون مرحوم دکتر شریعتی به اصطلاح توصیه میکرد که علارغم اینکه به عرفان خیلی علاقه داره ولی توصیه نمیکنه مردم وارد این بازی بشن، چون به نوعی ما درگیر فعالیت های اجتماعی باید بشیم و ما باید پاسخگوی حالا ظلمی که در واقع بر مردم میره باشیم، ایجاب میکنه که حالا یه عملکردی داشته باشن افراد. این رو احساس میکنم که چجوری میخوان چیز کنیم، یعنی هم عملکرد در واقع به چه صورت در واقع این قابل توضیح هست، هم یه در ملاحظه که در واقع برای خودم صحبت ایجاد شد که آیا این قابل توضیح هست به اصطلاح ما بخونیم فقط شبانی وجود بکنیم ولی در گیر مسائلی که بر ما میگذره و اجتماعی و سیاسی هم هست نشیم. ممنونم فرزی جان از نکته‌ای که گفتید و عرض می شود نکته مهمی هم هست در جای خود. ببینید دو تا مقامه، یکی در مقام این که حالا به قول شما مطابق با آنچه که من از هایدگر گفتم ما شبانی وجود بکنیم کفایت میکنه و امر دیگه هم باید بهش اضافه بشه یا نه، این یکیه. یکی این که خب سپهری چه کرد در این باب،
و آنچه که کرد مکفی بود یا نه، هرچند به تعبیر شما به دام سیاست ورزی که خب یه برهه‌ای دست کم هایدگر مشغولش بود، یا حالا اشتغالاتی که داشت با اون خطاهایی که به نظر من بخشیش کم و بیش روشنه نیفتید، اون بهتره. ببینید من راجع به دومی اول بگم که خب بله سهراب به این معنا در حوزه مدنی و اجتماعی کاری نکرد و این به نزد من برای کسی که به هر حال میدونید برای او نمیشه یا برای هیچ کسی تعیین تکلیف کرد که خب چرا این کارو نکردی. یعنی آدمیان آزادن که به هر امری مادامی که خب آزار نمیرسونن به دیگران به امور خود مشتغل باشن. اما اگر بگید این کارو میکرد بهتر بود یا به نوعی نقصانی در کار اجتماعی او دیده میشد و این عدم حساسیت ها به لحاظ پابلیک و علنی، باتون موافقم و این رو حتی در یه برنامه پرگار بی بی سی هم که راجع به رواقیگری بود و خب من استشهادی هم به حافظ و هم به سپهری کردم، اتفاقا حافظ از این حیث مثال جالبتریه. ببینید هر دوی این بزرگواران به نزد من آرا و تفکرات رواقی دارن که خب جاش اینجا نیست، به هر حال همون نوعی نگاه دیگه، یه جور نگاهی رو به دنیا برکشیدن و در جای خودش به تفصیل سخن گفتم، طلب روزی ننهاده نکردن و عرض می شود که یه جور از در اسیان با طبیعت در نیامدن و اینا خب هست و مؤلفه‌های دیگه در اینجا و اکنون زندگی کردن. اما ببینید حافظ افزون بر این که میگه بشتو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، و از این دست سخنان در جای خودش هم میگه در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشایی، و ابیاتی از این دست که خود در دیوان او کم نیست. به این معنا خب حساسیت های اجتماعی سیاسی هم داشته است. من شخصا خودم تیپی مثل حافظ رو بیشتر میپسند و در این سالیانی هم که مشغول کار و بارم به سهم خرد خیش خب در موضوعات اجتماعی سیاسی موضعی گرفتم، هم قلم زدم، بیانیه‌ای امضا کردیم، عرض می‌شود سخنی گفتم در کسبت عضوی از خانواده روشنفکری و اهل قلم، نه بیشتر، یعنی نه به عنوان فعال سیاسی، اما به عنوان کسی که رصد میکنه تحولات جامعهش رو. خب در این سالیان فکر کنم کم نبوده کارهایی که کردم از این منظر به عنوان به سهم خرد خیش، بازم این رو عرض میکنم. خب این با مشی و سلوک سپهری متفاوته اگر بخواهید. من این رو بیشتر میپسندم، اما در این حال داوری هم راجع به افراد نمی کنم، میدونید، یعنی میگم خب او در این کار خودش خیلی خوب بوده، یه میراث ماندگاری رو هم برای ما بر جای گذاشته. هایدگر هم خیلی کارهای نیکو کرده، میراث فلسفی ماندگاری داره، اون بخشش هم خطا بوده و کاش نمی بود. توجه دارید اینجوری میگم راجع به سپهری، اما این رو نمیگم یعنی کاش یه جوری دیگه بودم، ممکنه شخصا دوست داشته باشم، اما میگم خب آدم‌ها متنوع و متکثرن و نمیشه از دیگران هم خواست و کاری بکنن، میدونید خب یه هزینه‌ای داره به راحتی، اونم در نظام‌های مثل ما افراد رو نمیشه تکلیف زیادی کرد، میدونید، یا ازشون خواست. خب سخته واقعا و هر کسی هم به سهم خودش وقتی کاری کرده هزینه‌اش رو هم پرداخته و خب به راحتی نمیشه، میدونید، میشه در باب کسایی که این کارو میکنن ما اپریشیتشون کنیم، اما کسایی که نمیکنن رو به نظر من اون حد یقف باید این باشه که یعنی اون ملاک و محک ما که آثار و آزار و آسیبی به دیگران میرسنن یا نه، توجه فرمودید. و الا من تیپی مثل حافظ رو چنان که گفتم بیشتر میپسندم شخصا، یا هایدگری که خب میشد به مناسبات و روابط اجتماعی بپردازه اما به این نحو نه، یا دست کم اصلاحی بکنه، توجه فرمودید. اما داوری نمی کنم، نمیگم شما هم کردید، یعنی از آنسان که شاملو و براهنی کردن، در این حال اگر این بود من بیشتر او رو میپسندیدم. عشق نوع دوستانه هست در پاره از اشعارش، altruistic love، اما بله پرداختن به امور اجتماعی پیرامونی، امور سیاسی پیرامونی از منظر شاعر، از منظر هنرمند، از منظر روشنفکر، نه اینا خوب در کارش نیست و هیچ نشانه از اونها یافت نمیشه.
بله میبود بهتر. سلامت باشید. خب مژگان جان شما میخواید بفرمایید تا بعد سراغ سروش جان و فرزان جان و حوری جان هم بریم. بفرمایید. سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنون برای تمام این مدت. من که به شخص خیلی گرفتم، خیلی ممنون. من یه دو تا سوال خیلی کوتاه داشتم. یکی اینه که در واقع میشه گفت که مهمترین مسئله در فلسفه های دیگر همین تکنولوژی و ماهیت اونه، و یکی اینه هم که وقتی که های دیگر خب اعتقاد به این داره که انسان معاصر به خاطر نگم شد به واسطه قفلت از وجود گرفتار نیست انگاری شده، این در واقع ربط داره به همین این موضوع که های دیگه ذات تکنولوژی رو عامل خطر میدونه نه خود تکنولوژی رو. ممنونم از نکاتی که طرح کردید. بله تموم شد تموشتون؟ بله بله مرسی. ببینید ممنونم. راجع به اولی که گفتید پرسش از تکنولوژی مهمترین مسئله، نمیدانم، اما حالا میخوام به همون دومی گره بزنم، اینکه نایلیزم و نیست انگاری، پوچ انگاری که جلسات نخست هم ذکرش دلمشغولی های محوری هایدگر بوده برای توضیح ایده هاش و سخنان فلسفیش تردیدی نیست. یعنی به هر حال یه جور میخواست آقای دکتر ببخشید صداتون روی میوته. بله من صدا به دکتر ندارم. بله آقای دکتر اگه صدای منو دارید صداتون روی میوته. به ترساگاهی مرگاگاهی میکنیم، اینا همه پاسخهاییست به اون پرسشهای عافیت سوز مقدر. به همین خاطر نمیدانم بگیم این مهمترین مسئلش بوده، اما چنان که امروز هم دیدیم به هر حال از تکنولوژی هم که بحث میکنه علاوه بر بحث سوبژکتیو ابزار انگار که مهمه، میخواد بره به سراغ ساحت و مرتبه دیگر. توجه فرمودید که بنیادینه، یا به قول او به جای اینکه اونتیک باشه اونتولوژیک باشه. من تصورم اینه که این که الان شما اشاره میکنید، حالا بگیم چند تا مسئله مهم داشته. اون ابسردیتی یا اون نایلیزم خیلی سلسله جنبانش بوده در دوره نخست، و بعد هم که از دازاین به سراغ زاین میاد، بازم به نظر میاد مسئله نهیلیزم یا معنای زندگی و موقعیت ما در هستی براش مهمه. به همین خاطرم اون مصاحبه رو میکنه و از اندیشه خدایی که میتونه ما رو نجات ببخشه سخن میگه و دفاع میکنه. من این مهمترین رو نمیدانم قصه تکنولوژی رو، اما اینکه به هر حال بحث نای زندگی است و پس زدن نهیلیزم و اینکه در این دنیای تکنیک زده ما چگونه معنای زندگی رو احراز کنیم، چه در دوران نخست که خب قویاً ذیل سنت پدیدارشناسی هوسرلی بود، و چه در دوران دوم که حالا معرکه آراست، که آیا این از پدیدارشناسی فاصله گرفت یا سعه بخشید به پرسش‌های پدیدارشناسانه. توجه می‌فهمید همه اینها توی لیترچر هایدگر پژوهی آمده. در هر دو اینا جزو دلمشغولی‌های محوریش بود. به همین خاطرم او یه فیلسوف اگزیستانسیالیسته، میدونید، یعنی چون با این دلواپسی‌های قایی انسان دست و پنجه نرم می‌کرد و به اونها می‌پرداخت. تکنولوژی هم براش از این حیث مهم بود، البته خب با یه روی کرد دیگری. راجع به ماهیتم، خب من ملاحظاتم رو آوردم که تعبیر اسنس رو نمیپسندم، اما از منزلت تکنولوژی و قصه از خفا به در آمدن یا انکشاف و کشف حجابی که به تفاریق امروز و نوبت پیشین که راجع به تکنولوژی سخن میگفتیم توضیحاتی دادم، و پوئسیس و الیسیا و تخنه که او آورده است و ازش یاد کرده، خب دغدغه های او رو میفهمم، و نهایتا این که چگونه میخواد سراغ unconcealment of being بره و دنیاش یه دنیای خودبسنده نیست. توجه میفهمید ایستاده بر پای خود نی. بخوای مقایسه بکنیم، خب فرض کنید همون ایام هم
دست کم در زمان نگارش بینگنتاین بالاخره حلقه وین هم کر و فردی داشتن برای خودشون در اتریش و توسطاً فلسفه آنگلو ساکسون در اون ایام. خب اونا هیچ اینگونه نبودن دیگه، یعنی خیلی قرص و قایم بود، یعنی خیلی سفت بود، هستی براشون مرزهاش خیلی روشن بود و علم فقط میتونست راجع به هستی سخن بگه، گزاره‌های معنادار بگه، هم گزاره‌های ساینتیفیک بوده، همون وریفایبیلیتی پرینسیپل که اصل تحقیق پذیری که اعضای حلقه بیان مثل کارناف شلیک اینا همه باور داشتن. همون ایام دیگه دهه سوم صده 20 روزگاری که بینگنتاین رو مینویسه هایدگر. خب خیلی اختلاف دارن از این حیث با هم، مشیشون پیشینشون، و به هر حال یا اگناستیکن یا ایتئیستن، یا خیلی روشنه براشون که هستی همین به قولی که ویتکنشتاین در تراکتوس آورده توتالیتی آف فکتس، یعنی تمامیت امور واقع. خب و به هر حال اعضای حلقه وین اینجوری میفهمیدن. من چندی پیش هم یه سخنرانی داشتم به صورت مجازی راجب حلقه وین، از من خواسته بودن و شمه ای از گذشتهش رو خواستید گوش کنید، فکر کنم در سایت یا کانال تلگرامم قطعا هست فایل صوتیش. اونجا همین زمینه و زمانه سربرآوردن وین سرکل و نسبتی که خب با رساله منطقی فلسفی ویتکنشتاین داشتن در نیمه اول قرن 20 و سوداهای اجتماعی سیاسی که داشتن، حالا الان فرزینجان اشاره کردن اون جماعت هم اتفاقا سوداهای اجتماعی سیاسی داشتن، اونا خب منتقد بودن و خیلی با هایدگر و اینا فرق میکردن و یک ساینتیفیک ورلد ویو رو منتشر کردن در 1931 و گرد هم می آمدن. به هر حال اونا نگاهشون خیلی روشن بود، یعنی خودشون فکر میکردن. حالا تصویرشون از زبان علم، نسبت میان علم و فلسفه اینا، خب به نظرم کاستی های کم و بیش جدی هم داشته، کمان که پاری از اعضا بعدن گفتن، اما به هر حال مهم بودن در تاریخ فلسفه قرن 20. میخوام بگم از این حیث شما قیاس بکنید، خب مسئله معنای زندگی، اگزیستانس انسان، مواجهه با مبدع هستی یا به هر حال امری که مبهمه، از خفا به در میاد، اینا همه از دل مشغولی های محوری هایدگره و بعد در این راستا خب به قصه تکنولوژی هم پرداخته. یعنی من مسئله رو اینجوری میبینم، ملاحظه میفرمایید، از این منظره. حالا دیگه تکنولوژی هم بهش پرداخته شده، البته مفصلا بهش پرداخته، همچنان که به مقولات دیگری هم پرداخته است و قصه خدا رو هم به روایت او خب من تفصیلا آوردم و دیگر مزامین. بسیار خب، قبل از اینکه سروشان و فرزان جان بگن و خصوص ختام باشه، هوری جان شما اگر نکاتی دارید بفرمایید، وقت هم گذشته البته، اما خب جلسه آخره تا بریم به سراغ دو دوست عزیز و جوانی که در گروه هستن. البته همه عزیزان جوانن یا عمومشون جوانن، این دو دوست رو که خب شاید سنشون کمتر باشه من گفتم. بگید هوریه جان. بله آقای دکتر، من می‌خواستم ازتون تشکر کنم بابت این مدت، حالا فرمودید 5-6 ماه، و به قشنگی از تعبیر سفر یاد کردید که واقعا همینطوره، چون وقتی من برمیگردم خب 5 ماه پیش خب با مفاهیمی که آقا فرزین هم مطرح کردن مثل دازاین، زندگی اصیل، غیر اصیل، ترس آگاهی، مرگ آگاهی و گشودگی به هستی و شبانی وجود در هایدگر متأخر، و این جلسه آخر، دو جلسه آخر که راجع به منزلت تکنولوژی صحبت کردید، خب خیلی آشنا، به خوبی آشنا شدم و یاد گرفتم. من نکته‌ای ندارم، فقط می‌خواستم ازتون تشکر کنم و بسیار بهره بردم. متشکرم. سلامت باشید، زنده باشید، ممنونم که این بحث ها به کارتون آمده. حالا این رو شما اشاره کردید، این رو هم بگم قبل از اینکه سروش جان و فرزان جان بگن، که انشالله این دوره که امروز تمام میشه، من از هفته آتی بحث هایی در حوزه روانشناسی با محوریت عرض میشود که فروید و یونگ و مازلو و عرض می شود که آدلر خواهم داشت، انشالله فکر میکنم 8 هفته به درازا بی انجامه، 2 ماهی، و بعد دیگه سال 9 میلادی که بشه، اون وقت من میام به سر وقت جناب راسل که خب
هم دوستان زیادی پیشنهاد دادن و خودم هم میخواستم و میخوام که یک دوره هم به او بپردازیم که فیلسوف جذابیه و مثل هایدگر خب حالا حواشی اجتماعی سیاسیش بیشتره یا به همون اندازه است. در این حال خب هم اسیست، مقاله نویسه. من به برخی از کارهای تکنیکال فلسفیش میپردازم، اما بیشتر میخوام در اون دوره به دیگر آثارش بپردازم و فکر میکنم دوستان هم حضور داشته باشن در هر دو دوره، چه بحث از فروید و یونگ و آدلر و مازلو و راجرز باشه، چه بحث از جناب راسل، که همه اینها از مواریث فرهنگی بشری هستند و به ما کمک میکنن تا انبان ذهن و معرفتمون رو بیش از این بیاکنیم. البته که حضورشون مغتنمه و بر قنای دوره خواهد افزود. خب ممنون هوریه جان. سروش جان شما بفرمایید. استاد عزیز خسته نباشید. صدای من میاد؟ بله. بله خب خسته نباشید. جلسات بسیار خوب بود. من به شخصه در طی این 5 ماه استفاده کردم از فرمایشات شما و نکات نابی که در این جلسات بیان فرمودید. عرض کنم که 2 نکته هست که من با اجازه استاد بزرگوارم خیلی سریع اونا رو مطرح میکنم. نکته اول اینکه اختصاص دارد به معرفی یک کتابی تحت عنوان نظم زمان، رازگشایی معمای زمان، نوشته کارلو روولی. در جلسات هایدگر، خصوصا این 2 جلسه اخیری که برگزار شد، به مسئله زمان و جور دیگر نگاه کردن به مسئله زمان راجع بهش صحبت شد. این کتابی که از آثار بسیار نیکویی است که به زبان فارسی ترجمه شده توسط مزدان موحد به زبان بسیار فصیح فارسی و عزیزان و مخاطبانی رو که درباره زمان و سرشت فلسفی زمان میخواهند بکاوند و جستجو کنند رو به کارشون میاد و بسیار کتاب مفیدی است. کارلو روولی در این کتاب با محتوای یا بگیم با دید فلسفی و دید علمی به مسئله زمان نگاه کرده و حقیقتاً جور دیگری معنای زمان رو کاویده است و نکاتی من البته این حالا داخل پرانتز بگم بخشی از این کتاب رو گزینش کرده بودم که در این جلسه بخونم، منتها چون وقت نیست و وقتم گذشته از اون میگذرم و عزیزان رو به اون ارجاع میدم، اما در این کتاب نکات بسیار نیکویی رو آورده، از جمله اینکه در 5 فصل ابتدایی اون با نگاه علم فیزیک مسئله زمان رو کاویده است به لحاظ کمی و کیفی و گفته که ما نکاتی مثلا لحظه حال رو نداریم و گذشته و آینده اصلا با هم دیگه فرقی ندارن اگر بهش با دقت نگاه بشه. استاد بزرگوارم در جلسه پیش به مسئله زمان در نگاه فیلسوفان اسلامی با محوریت ملا صدرا اشاره فرمودند. خواستم این نکته رو هم به فرمایشات شما اضافه کنم که علاوه بر ملا صدرا، میرداماد هم در کتاب قبسات خودش به مسئله زمان اشاره کرده. البته میدانید دیگه در فلسفه اسلامی و فلسفه قرون وسطا به فرمایش خود شما نگاه عمیقی به مسئله زمان اونچنان که در بعد از دوره رنسانس و همچنین در دوره مدرن به مسئله زمان نگاه شده، اون موقع این نگاه نبوده و این نوع نگرش نبوده و یک نگرش کلاسیکی است که عمدتاً با به اصطلاح کلام اسلامی و نگاه قرآنی ربط پیدا میکنه و اونجا در کتاب قبسات مسئله حدوث دهری یکی از مسائل مهمی است که مطرح میشه و میرداماد در برابر اشعریان به اصطلاح اشعریون یک موضعی رو میگیره به خاطر اینکه اشعری ها معتقد بودن که عالم قدیمه ولی میگفتن که یک زمان موهومی برای این متصوره و به اصطلاح خود فلاسفه اسلامی که در برابر اونها انتقاد کردن و موضع گرفتن، این زمان موهوم محلی از اعراب نداره. میرداماد میگفتش که عالم رو 3 ظرف هست، یکی ظرف زمان، یکی ظرف مکان و ظرف سرمد، که البته توضیح اونها در این مختصر نمی گنجه و به نوعی این مسئله قدیم بودن عالم رو یا جدید بودن و حادث بودن عالم رو حل کرده. این موضوع در خود در آثار ناصر خسرو هم آمده، میگوید که در یکی از قصایدش میگوید که عالم قدیم نیست سوی دانا، مشنو محال دهری شیدا را. به خاطر اینکه خب میدونید دیگه دهریان میگفتن که این جهان چیزی جز به قول خود قرآن میگفتن که جز حیات و یک زندگی دنیوی نیست و ان یهلکنا الا دهر.
در این جلسه به مسئله تکنولوژی اشاره شد و آسیب شناسی تکنولوژی و اینکه تکنولوژی با وجود اینکه فواید زیادی هم داشته اما آسیب‌های خودش رو هم داشته. عرایزم رو با قرائت ابیاتی از اقبال لاهوری من خاتمه میدهم. میگوید که اگرچه عقل فسونکار حیله ای انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. و سلام، انشاءالله همیشه سلامت باشید. برای دوستان و عزیزان هم آرزوی سلامتی و شادی دارم. ممنونم سروش جان از نکات نیکویی که گفتی و اوقات ما رو خوش کردی مثل همیشه. یه دکته ای هم بگم قبل از اینکه فرزان جان بگن، این اشعار خوب اقبال رو که خوندی برای من خاطر انگیز هم بود. از حیثی من سالها پیش وقتی که حکم اخراجم از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه آمد و حکم رو دریافت کردم، توسط حجت الاسلام خسرو پناه امضا شده بود، برای من ایمیل کردن. من یه مقاله نوشتم و شرح آنچه که بر من رفته بود و آنچه که بود رو آوردم. سالها پیش در سایت جرس منتشر شد. عنوانش رو از همین دو بیتی که شما خواندید گرفتم: هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. بعد به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. بعد به هر حال این رو شما گفتید، من یاد اون هم افتادم و خب توضیحاتی که اونجا آمده بود. بسیار خب، ممنونم که البته خب ظاهرا از نظیری دیگه بیتم مصرع، اما خب اقبال اونو نقل میکنه دیگه. بعد بسیارم خوب. خب فرزان جان شما بفرمایید که دیگه جلسه رو هم ختم کنیم. با سلام، خیلی ممنون جناب آقای دکتر، لذت بردیم، استفاده کردیم، ان شاء الله که همیشه سلامت بشید. دستون درد نکنه بابت این مدت کمی که به من اجازه دادید در کلاس شرکت کنم، استفاده زیاده کردم. استاد جان سوالی داشتم، می‌خواستم پیرامونی هستی در نگاه هایدگر اینو مطرح سازم. با حسب طرح از مباحثی هستی در نگاه های دیگه و زمانی که در جلسه قبل میان کردیم و دازان همچنان تکنولوژی و اشاره کردیم به کشف حجاب نسبت به این تکنولوژی ها هستی. خب حال که هستی خودش رو از نظر ما پنهان کرده یا به جهت سوالات غلط و سوالات غلط پنهان شده، بدین علت است که فلاسفه بین هستنده و هستی فرق قائل نشدن و به جای طرح پرسش از هستی به هستنده پرداختن و از این اصل ما غافل شدیم. خب به این جهت شناختی از هستی نداریم و هستی از نظر ما پنهان است. حال اینکه چنین است، پس ما هم باید یک کشف حجاب انجام بدیم. خب طبق فرمایشات شما دریافتیم که هایدگر از این متدولوژی کشف حجاب و برداشتن ستر و پوشش حرف زده و این رو مطرح کرده، متدولوژی آن این بوده است تا اینکه هستی خودش رو به ما نمایان کنه و پدیدار شود. حال آیا این هستی که خودش رو از نظر ما پنهان کرده است خدا هست یا نه، منظور از هستی یک امر دیگری هست که ما رو منظور می دارد. و دیگر اینکه منظور از دازاین، آیا این دازاین هم می تواند به خدا اشاره داشته باشد؟ می خواستم پیرامین این یک روشنی بیندازید. سپاسگزارم. ببخشید یه بار دیگه اون آخر رو بگید که دازن، یه بار دیگه بگید، من اون رو درست متوجه نشدم. گفتن این که آیا این هستی که خودش رو از نظر ما پنهان کرده است، آیا هستی مراد همان خدا هست یا نه، آیا دیگر منظور از هستی کلمه دیگر رو معنا میکنه، کلمه دیگر رو منظور داره. و دیگر این که این دازن چیست، دازن هم همان خدا میباشد یا نه چیزی دیگر است غیر از خدا؟ فقط می‌خواستم پیرامون این یک روشنی بیاندازید. بله. نه ببینید، حالا این که من خب فکر کنم جلسات اول نبودید و نشنیدید. خب بله بله درست است. بله دازان که نه، این همون انسان سوژه زدایی شده است. اگه بخوام بگم همون انسان سوژه زدایی شده، یعنی به معنای دکارتی. منظور عیسی مسیح رو بدانیم حالا. جان؟ منظور عیسی مسیح رو بدانیم در دازاین. عیسی مسیح، آره میشه به معنای هایدگری کلمه، آره البته که عیسی مسیح دازاین داشته، یعنی یه دازاین، همه ما میتونیم یه دازاین داشته باشیم و بعدم یعنی دازاین داریم، دازاینای اصیل و غیر اصیل داریم. حالا عیسی مسیح به روایت هایدگر میتونه یه دازاین اصیل باشه، کاملا میتونه. این از اون، یعنی و دیگر آدمیان پیرامونی دازاینای نااصیل هم کم نداریم.
و نسبتش رو خب حالا با سوژه دکارتی و سوبژکتیویسم خب به تفصیل من بررسیدم و اینکه اصلا با سوژه بله خیلی فاصله داره، خود هایدگر درکش اینه. و در باب خدا هم بعد هستی که گفتید و عرض می شود آنچه که هایدگر ازش مراد میکنه، بله من دو نوبت به تفصیل اینجا راجع به تصورات هایدگر از خدا سخن گفتم با عنایت به مصاحبه او با اشپیگل و پاره دیگر از آثارش. اونجا ملاحظه بفرمایید بسته به این که چه درکی ما از خدا داریم، و گفتم هایدگر خدای ارتودکس و راستکیشانه مسیحی رو ازش فاصله گرفته بود، اما اینکه ایتئیست بود یا اگناستیک بود یعنی خدا ناباور بود یا ندانم انگار بود، خیلی سخت در این باب سخن گفتن. دست کم در هایدگر متأخر که خب خیلی المانهای عرفانی داره و همون توجه و تفتون او به زاین و از خفا به در آمدن وجود، همین رو ازش به امر معنوی یاد میکنه. توجه دارید؟ و به هر حال معنویتش یا امر قدسیش به این معناست. یادم دوستی داشتم در انگلستان که درس میخوندم، فکر کنم توی جلساتم دو سه باری یا دو باری ازش یاد کردم که خیلی با هم فلسفه هایدگر بحث میکردیم. یادم او هم به من اینو میگفت که میگفت با دینداری سنتی مسئله نداره هایدگر، اما از آن عبور کرده و همین قصه آن کانسیمنت آف بینگ و یه جور قدسیتی، یه جور ابهامی، یه جور از خفا به در آمدنی، یه جور از استتار به بیرون آمدنی راجع به هستی سخن میگه، همین رو در مجموع ازش به امر متعالی یاد میکنه. میدونید خصوصا در هایدگر متأخر و امر متعالی این چنین در او به نزد او در بروز و ظهوره. توجه فرمودید؟ بله به این معنی. خب ممنونم از همه دوستان حقیقتا. یک کلمه دیگر اضافه کنم، این که گفتیم کشف حجاب، کشف حجاب حالا بر اساس شهود باید باشه نگاهی و این شهود شهود عقلی یا شهود قلبی باشه، و این شهود بر اساس چی ابزاری میتوند انجام بگیره؟ از هایدگر بپرسید. بر اساس شهود عقلیه، اما عقلی که خب نه به معنای انسان یعنی سوژه دکارتیه، آره عقله. ببینید معنویتی هم که میگه یعنی حالا به تعبیر من یعنی این سخنانی که میگه که از جنس سخنانی است که از سالک مدرن برمیاد، یعنی همینه، یه جور به سر وقت امر بیکران یا امر قدسی یا تلاش برای اینکه خود رو در معرض هستی که از انکشاف میخواد به درآید، از استتار میخواد به درآید واقع کردن، اینا همش به مدد عقله. اما عقلی که به حال خواستگاهش سنت پدیدارشناسیه، نقل دکارتی، توجه فرمودید، و اون وقت اینا خب سلوک معنوی هم میشه، یه جور در جستجو بودنه، در حرکت بودنه، یه جور سلوک این چنینی داشتن، و همه اینها ماحصل تأملات عقلانی است. اما عقلی که چنان که توضیح دادم از خاستگاه پدیدارشناسانه آغاز میکنه، نه حالا عرفانی به معنای کلاسیک کلمه، بله. اما دستاوردهاش دستاوردهای معنوی هم هست، به همین خاطر من به اون میگم سالک مدرن، به توضیح که آوردم. خب ممنونم از همه عزیزان و دوستان، سخن به درازا کشید، از تحمل شما و عرض می شود صبوریتون به نوبه خود سپاسگزارم. یکی دو نفر دیگه از عزیزان هم سخنی نگفتن که معمولا ترجیح میدن سخنی نگن. اگر اجازه بدید دیگه بحث رو ما ختم بکنیم و این سلسله جلسات رو هم پروندهش رو ببندیم تا انشالله به توضیح که عرض کردم دوره نظریات روانشناسی از هفته بعد آغاز بشه و دو ماه و نیم بعدم به امید خدا ما با فلسفه راسل، و دوستان میتونن در همه اینها شرکت کنن، اطلاع رسانی هم میشه و در خدمت عزیزان هستیم. خب عزیزان رو به خدا میسپارم.